ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی. علی ای ولی بندم، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها ضیایی. علی ای ولی بندم، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها ضیایی. اگر از درم برانی وگر از کرم بخوانی، نیم آن که بشکنم بر که تو حاکم جزایی، نیم آن که بشکنم بر که تو حاکم جزایی. علی ای شهر ولایت که تو آیت خدایی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، هر کجای عالم هستید امیدواریم که در صحت و عافیت باشید. ایام نوروز 91 رو خدمت شما عزیزان و همه فارس زبان ها و همه کسانی که این نوروز رو جشن میگیرن تبریک عرض میکنم. انشاءالله امیدوارم که خداوند سال 91 که بر روی همه عزیزان هست سالی پر برکت و خیر و عافیت باشه برای همه ما، و انشاءالله سال ظهور امام زمانمون باشه و خداوند ایده ما رو فرج امام زمان علیه السلام قرار بده. امیدواریم که انشاءالله در این سالی که پیش روی شما هست توفیقات شما روز افزون باشه، و آرزو میکنیم که شبکه‌ای که ما هستیم و داریم زحمت میکشیم، همه کارشناسایی که اینجا هستن، انشاءالله بتونن معارف اهل بیت علیهم السلام رو تقدیم همگان کنن و سال پرخیر و توفیقی باشه برای همه ما. خیلی ممنونیم که این برنامه رو انتخاب کردید. اولین برنامه ایست که در سال 91 بنده خدمت شما هستم. این افتخاری است که نصیب من شده. امیدوارم که تا پایان برنامه همراه ما باشید. تذکری رو که همیشه قبل از ورود برنامه عرض می‌کردم خدمت شما این بود که این برنامه برنامه ایست که به صورت زنده و مستقیم به نام حبل المتین تقدیم شما عزیزان میشه، و در این برنامه ما قصد داریم معارف اهل بیت علیهم السلام رو تقدیم شما عزیزان کنیم و دایه های پنهان تاریخ رو که بیشتر اینها منشأ اعتقادی داره رو برای شما مطرح کنیم و اینها رو از لابلای تاریخ بیرون بکشیم و تقدیم شما عزیزان کنیم. قضاوت این مباحث رو که عمدتاً از کتب برادران اهل سنت هست تقدیم شما میشه عرض میکنیم و قضاوت اینها رو به عهده شما عزیزان میگذاریم و عصر ارتباطات رایانه اینترنت و به سهولت میشه به مباحث کتب و این سندهایی که تقدیم شما میشه برسید و خودتون مطالعه کنید و حجت رو برای خودتون انشاءالله تمام بکنید. ما با این کاری رو که میکنیم دوست داریم دوستانی که بیننده برنامه هستند خودشون برن پیگیر بشن، دنبال کنن برنامه رو و تعصب رو کنار بذارن و اون چی که واقعیت هست، اون چی که حقیقت هست رو دنبال اون باشن، که لله الحجت البالغه، خدا فردا قیامت از ما سوال با حجت میکنه. انشاءالله بتونیم این حجت رو و این دلیل رو پیدا بکنیم که فردا قیامت از خدا اگه از ما سوال کرد بتونیم پاسخگو باشیم. این مباحث که به صورت علمی تقدیم شما عزیزان میشه ممکنه بعضی موقع تند بشه و لبه تیزی داشته باشه. این قصد جسارت نیست که ما میخوایم داشته باشیم. از عزیزانی هم که با ما ارتباط برقرار میکنن امیدواریم که اینگونه باشن، احترام کنن به طرف مقابل، مباحث رو علمی مطرح کنن، بپرهیزن از توهین، بی ادبی، خدای نکرده ناسزا و فحشی.
که این دستور موالی ما هست که با دشمنانتون، با مخالفینتون، با کسایی که با شما هم عقیده نیستن این گونه باشید، که این دعوه سیره اوصیای خداوند و علمای ما هست. انشاءالله این گونه باشید و تا پایان برنامه همراه ما باشید و انشاءالله امیدواریم برنامه مورد استفاده شما قرار بگیره. در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب داریم در این نوروز 90 خدمت حاج آقا. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم همه عزیزان و بزرگوارانی که پای صحبت ما نشستن و ما را مهمان کانون گرم خانواده خیش قرار دادن و همه شان ضمن تقدیم سلام و درود و آرزوی موفقیت و سلامتی سال 91 را تبریک عرض می‌کنیم. همچنین ما در این سال اولین جلسه است که برادر عزیزمون جناب آقای محسنی بزرگوار رو ما زیارت کردیم. خلاصه همه دوستان خلاصه عزم سفر کردند، جز ما که خلاصه قرعه فال به نام من دیوانه زدن. ما ستون این خیمه است خواهش میکنم. برای شما ما انشاءالله امیدواریم خدای عالم بر همه این سال را مبارک بگردان و خوشحال خواهیم شد که انشاءالله این سال سال فرج مولای من بقیت الله الاعظم باشد که با آمدنش بساط ظلم ستم برچیده شود و حکومت عدل الهی بر سراسر گیتی تأسیس و پرچم توحید در نقطه نقطه کره خاکی برافراشته شود انشاءالله. خیلی متشکریم که و از خداوند شکرگزاری میکنیم که این توفیق داد که در خدمت حضرت عالی و همه بینندگان در این سال 90 باشیم. اجازه بدید از آقای میان یه وله کوتاه ببینیم و برگردیم انشاءالله برنامه رو شروع بکنیم. در خدمتتون هستم. من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي ينكر، في شأنك قد نزل القرآن، ومادحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر، زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر. ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یاور، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یاور. زهرای ابو السبطین و صن محمد الازهر، زوج الزهرای ابو السبطین و صن محمد الازهر. فلقد اسرفت و ما اسلفت لنفسی ما فیه اعذر، سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، شسيه كردم نامه خدرا، دست من و دامان تو هیدر، او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر. هو كهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. آيات جلالك لا تحصى، وصفات كمالك لا تحصى، من طول فيك مدائحه، عن أدنى واجبها قصة، فاقبل يا كعبة آمالي، من هدي مديحي ما استيسر، فاقبل يا كعبة آمالي، من هدي مديحي ما استيسر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.
خیلی ممنونیم از شما بینندگان عزیز که بیننده این برنامه ما هستید و این اولین برنامه است که حالا بنده در خدمت شما هستم در سال 91 و مجددا تبریک عرض میکنم سال 91 رو. خب اگه اجازه بفرمایید و حاج آقا اجازه بفرمایند و باعث رو پیگیری کنیم و خاطر شریف حضرت علی و بینندگان عزیز اگه بوده باشه در این دو جلسه گذشته، خب مباحثی رو حاج آقا که آقایان وهابی ها مکاشفه کردن تو این اخیراً بهش دست پیدا کردن که قضیه جریان غدیر در ذوالحجه نبوده بلکه در همین عید بوده و روز اول عید بوده، این جدیداً مکاشفه کردن و خب یه برنامه‌ای رو هم درست کردن گویا و پخش کردن استاد زنده رفتن تو سرزمین غدیر و اگه حالا بعضی از بینندگان ما بیننده اون برنامه هم شده باشن دیده و ملاحظه کرده باشن، من می‌خواستم که عمده مسائلی که دارن مطرح می‌کنن رو قضیه جیش یمن و شکوهای یمن هست که دارن مطرح می‌کنن، ما می‌خواستیم این رو مفصل حالا تو جلسه گذشته که حالا بنده خدمتتون بودم و دوست عزیزم اسماعیلی بودن این سوالات رو از شما کردن و اینجا رسید، برای اینکه این حلقه ارتباط برقرار بشه من می‌خوام یه مقدار سوالات رو دوباره بیارم عقب‌تر و اینا رو به صورت مختصر از عطاری سوال می‌کنم که اگر کسی بیننده جدید برنامه‌ام هست ان شاءالله بتونه این استفاده رو ببره. اولا شما این قضیه رفتن به یمن امیران مولانا سلام رو در تاریخ چند بار ثبت شده اینا رو برای ما لطف کنید خلاصه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر الناصر و معین، الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. فوز أمري إلى الله، إن الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، يا أبا صالح المهدي أدركنا ويا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. ما در جلسه گذشته اشاره کردیم بر این که آنچه که برای ما ثابت شده، سه مرتبه امیرالمؤمنین سلام الله علیه به دستور نبی مکرم به یمن مسافرت داشتن، یک سفری داشتن برای دعوت مردم به اسلام که قبل از او خالد رفته بود و بریده و اینها، چهار ماه خلاصه سپاه اسلام قفل شده بود و هیچ کاری انجام نداده بودند. بعد امیر المؤمنین به دستور نبی مکرم میره و فتوحات خیلی خوبی نصیب سپاه اسلام میشه، به ویژه قبیله همدان با عشق و علاقه مسلمان میشن، همون قضیه یاهار و همدان من یمت یرنی من مؤمنین و منافقین قبلا که میگه ای که گفتی فمن یمود یلنی جان فدای کلام دلجویت، کاس روزی هزار مرتبه میمردمی تا بدیدمی رویت، مربوط به همین قضیه اول حضرت امیر سلام الله علیه است. و در این سفر هم یک شکوائیه های توسط بریده و با تحریک خالد و دیگران صورت گرفته. سفر دوم حضرت امیر رفته برای امر قضاوت که حالا انشاءالله ما فرصتی بشه ما تفصیلش عرض خواهیم کرد. سفر سوم حضرت امیر رفته برای جمع آوری زکوات و بیت المال و از اونجا هم با منتهی شده به حجت الوداع، از اونجا حضرت آمدن به مکه و حضرت زهرا سلام الله علیها از مدینه همراه پیغمبر در مکه بودند که بعد از قضیه همین پایان حجت الوداع در قضیه غدیر خم داستان غدیر به وجود آمد. این خلاصه بحث. خواجا من همین سوال اول رو میخوام اینجوری مطرح کنم که این سفر یمن اول رو برای بینندگان به صورت خلاصه مطرح کنید، اینجا هم شکایه توش بوده اینا مطرح رو بعد مطرح بشه. البته ما در اون جلسه مفصل اینها رو مطرح کردیم، اگر باز دوستان محبت کنن مانیتور من رو نشان بدن که یک خلاصه بیتونم در 3-4 دقیقه این رو انشالله عرض کنم. شبهه وهابیون در سفر علی به یمن سلام الله علیه، در اینجا خب بحثهایی مطرح است و ابن کثیر دمشقی که سال 774 از دنیا رفته، یعنی تقریبا 764 سال بعد از واقعه غدیر آمده، ایشون شبهاتی رو بله شبهاتی رو مطرح کرده. بله
امیرالمومنین رفته بود یمن و اونجا خلاصه کارهایی کرد و سپاه اومدن شکایت کردن و این باعث شد که پیغمبر اکرم قضیه من کنت مولا فعلی مولا را بگه. آیان مراجعه کنن البدایه و نهایت جلد 5 صفحه 122 و آقای دهلوی که سرکرده وهابیون و کتابی داره تحفه اثناعشریه که مملو از فحش و اهانت و یعنی از اول تا آخر یک سطر حرف درست حسابی تو این کتاب دیده نمیشه. ایشون هم صراحتا میگه سبب و این سبب هذه الخطبه کما روى المورخون و اهل السیر یدل به صراحت علی ان الغرض افادت و محبت الامیر. حالا این یدل به صراحت کدام روایت ایکاش یکی از این روایت ها را ایشون می آوردن. بعدش میگه ان جماعتا من الاصحاب الذين كانوا معه في اليمن، دسته از اصحاب که در یمن با امیرالمؤمنین بودن مثل بریده اسلمی تو سن دقت کنن خالد ابن ولید و از مشاعیر اینها پیش پیغمبر اکرم شکایتی رو مطرح کردن، شکایت بی مورد. خیلی جالبه، خیلی جالبه، میگه شکایات لا مورد لها. بله، بعد پیغمبر اکرم دید که این مطالب برای شما عرض کنم در میان مردم منتشر شد و بعضی حتی نسبت به پیغمبر بدبین شدن. دفاع پیغمبر از علی شاید به خاطر این است که علی پسر عموی پیغمبره. بعد پیغمبر اکرم آمد و گفت وای مردم، نه من به شما علاقمندم، لیس الغرض الحمای عن احدین، یعنی این در حقیقت صحابه خود پیغمبر رو نستجیر بالله نستجیر بالله متهم کرده بودن. سخن پیغمبر برای اینا هیچ ارزشی نداشت تا اومد در قدیر این همچه حرفی زد. و همچنین از سایت سنی نیوز هم این رو ما برای شما اصلا مفصل مطرح کردیم و بعد آمدیم برای شما عرض کنم این قضایا را عرض کردیم. طبق نظر آقای زینی دهلان این مسافرت سال 8 هجرت بوده، اصلا ارتباطی به سال 10 هجرت و حجة الوداع نداشته و میگه اونهایی که گفتن سال 10 بوده اینها دوچار وهم شدن، دوچار تخیلات شدن و این شکایت هم در مدینه صورت گرفته. اینهای دهلوی که عبارتی از بریده و اینها میاره تمام این قضایا را بزرگانش میگه مربوط به مسجد پیغمبر و قبل از حرکت حضرت امیر برای مکه طبق زینب 2 سال قبل از قضیه قدیر بوده و همچنین نشانگر این هست که صحابه علیه امیرالمؤمنین توطئه داشتن. برای شما عرض کنم و این مسائل مطرح بوده و گفتن که برو پیش پیغمبر این مطالب رو بگو تا علی بن ابی طالب از چشم پیغمبر بیفته. 4 نفر از صحابه توطئه کردن بر ضد آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه. بعد نکته دیگری که ما مطرح کردیم خشم نبی مکرم از این همینجا بودن که حضرت هم فرمودن من کنت ولی و فعنه. بله بله، حالا این چه عرض میکنم. بریده میگه پیغمبر اکرم غضبناک شد و فخرج مغضبن، از حجرش در حال غضب بیرون آمد و فرمود ما بال اقوام ینتقصون علیان، اینها چه انگیزه چه مرضی دارن که از علی دارن تنقیص میکنن، از علی شکایت میکنن. من ینتقص علیان فقط تنقصنی، هر کس از علی بد میگه از من بد گفته، هر کس از علی جدا بشه از من جدا شده. این قضایایی است که کاملا مطرح است برای شما عرض کنم و جالب اینجاست که این روایات آنچه را که آقایان وهابیین و اهل سنت بنا نهادن بر عدالت صحابه و سنت صحابه مثل سنت پیغمبر همه را به باد میده. اینها آمدن از علی سعایت کردن، پیغمبر اکرم به خشم آوردن و اذیت شد پیغمبر اکرم. خب در سوره احزاب آیه برای شما عرض کنم 57 هم صراحت داره ان الذين يعذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا عظيما عليما عذابا مهينا. خب این نشان میده بر اینکه چیه، این قضايا کاملا همین بوده. شکایت موجب میشه که اصلا عدالت صحابه زیر سوال بره و اضافه پیغمبر من فارق علی یعنی فقط فارقنی. بعد از رحلت پیغمبر که از علی جدا شدند
در حقیقت از پیغمبر جدا شدن، اونهایی که در جنگ جمل و صفین در برابر علی ایستادن تمام یعنی در حقیقت در برابر امیرالمؤمنین سلام الله علیه ایستادن. بعد ما گفتیم بر این که همین قضیه دلالت صریح دارد بر ولایت علی که حضرت فرمود انه ولیکم من بعدی، ولی شما بعد از من هست، یا ولی کل مؤمنین بعدی. اگر واقعا مؤمن بودن پیغمبر میگه علی ولی همه مؤمنین بعد از من هست. آقایان مراجعه کنن مصنف ابن ابی شیبه جلد هفتم صفحه 504، معجم کبیر طبران جلد 18 صفحه 128، مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 110 میگه هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم. خب اینها نشان میده بر اینکه یا من کنت ولیه فعلیون ولیه، هر کس من ولی او هستم، علی هم ولی او هست. برای شما عرض کنم اینها رو ما مفصل در جلسه گذشته مطرح کردیم و جالب هم این هست که ما گفتیم کلمه ولی در لسان برای شما عرض کنم خلفا همه استعمال شده در چه؟ در خلافت و امامت. بله. عمر میگه لما توفی رسول الله قال او انا ولی رسول الله. ابوبکر میگه ولیتکم ولست بخیرکم. در مرضش میگه آخرین لحظه که از دنیا میخواد بره ولیت علیکم، من عمر را ولی شما قرار دادم، ولی بر شما. در آخرین لحظه که ابوبکر میخواد از دنیا بره عثمان داره وصیت نامه مینویسه. یک لحظه شدت مرض باعث شد که ابوبکر غش کرد، به حالت غش رفت. بعد از اینکه از حالت غش بیرون آمد گفت که عثمان چیکار کردی؟ اسم کیه نوشتی بعد از من خلیفه؟ گفت عمر ابن الخطاب نوشتم. برگشت گفت اللهم ولیته بغیر امر نبیک، بدون که پیغمبر دستور به من بده من عمر را خلاصه ولی امر مسلمان ها کردم. حالا دیگه آقایان باید به ما جواب بدن، پیغمبر اکرم در حالت احتضار میگه قلم کاغذی بیاورید، اکتب لکم کتابا لن تزلو بعدی. گفتن پیغمبر چیه؟ هذیان میگه نستجیر بالله. ابوبکر هم همین اتفاق بود. یعنی به قدری جالب، خدا یا عالم حجتش رو جناب محسنی به قدری زیبا تمام کرده، فردای قیامت احدی برای عذری نباشه. بابا پیغمبر قرآن میگه و ما ینتقو عن الهوا این هو الا وحی یوحا یعنی الرجل لا یهجر یا قد غلبه الوجه حسبنا کتاب الله. همین اتفاق برای ابوبکر میفته. اونجا این حرفو نمیزنه، اونجا هیچ کس هم حرفی نمیزنه. ولیت علیکم عمر، عمر بعد از وفات ابوبکر میاره جلوی مردم، آی مردم ببینید آقای ابوبکر من ولی امر و خلیفه معین کرد. یک نفرم نیومد اعتراض کنه که آقا ابوبکر همچه حقی نداشت، پیغمبر خلیفه معین نکرد. این آقایان که میگن آقا پیغمبر اگر میخواست خلیفه معین کنه به شعور مردم جسارت میکرد. یعنی مردم شما عقلتون نمیرسه، شعور ندارید، من باید برای شما خلیفه معین کنم. ولی وقتی ابوبکر میاد خلیفه معین میکنه هیچ کس حرف نمیزنه. پیغمبر به حالت بیماری قشم که نکرده، میگن لیهتر. همین اتفاق برای ابوبکر افتاده، یک نفر نیامده بگی که بله این ابوبکر مثلا کان یهجر غلبه الوجه و امثال این. و از کلمه ولیت هم استفاده میکنن آقایان. اینها قضایاییست که البته خیلی در اینجا سخن زیاد هست. حالا انشاءالله ما بنا شد که به حول قوه الهی بحث حدیث ولایت را خواسته مطرح کنیم، اینها را اونجا هم مثلا ابو نعیم اصفهانی میگه کانت ولایت و ابی بکر سنتین و اربعت اشور، ولایت نمی خلافت ابی بکر. بیهقی میگه برای شما عرض کنم ولایت ابی بکر، ابن عربی داره باز ولایت و ابی بکر، ابن تیمیه من ناز افی هازا فهو شبیه به من ناز افی ولایت ابوبکر و عمر. از همه از کلمه ولی استفاده کردن، از کلمه خلافت استفاده نکردن. خب اگر واقعا در اون زمان کلمه ولی شایع بود و مستعمل بود در خلافت، خب پیغمبر اکرم میفرماید من کنت ولیه فعلیون ولیه، علیون ولی کل مؤمن بعدی. سندم که گفتیم صحیحه،
آقایان میگن شرط صحیح مسلم رو داره. خب آقایانی که دنبال این قضایا هستن و نمیدونم جایزه معین شنیدم اون روز جایزه های میلیاردی معین کردن، حالا میدونم این میلیارد ها پول رو خلاصه این آقایان از کجا در آوردن؟ میگن یک کسی برای یک خیریه آمده بود، یک مثلا 100 میلیون تومان چک کشیده بود برده بودن بانک، دن امضا نداره، اومده بودن صاحب چک، آقا این چک شما که امضا نداره. گفت امکان نداره من امضا کنم. گفت نه آخه امضا ات. گفت آقا من نمیخوام خود نمایی کنم، نمیخوام که ریا بکنم، اگر امضا کنم معلوم میشه که خلاصه ریا کردم. حالا آقایان به قول برای اینکه ریا نشه پول نمیخوان بدن، چون اگر پول بدن ریا میشه. بعد پول نمیخوان بدن فرقی نمیکنه، هزار تومن باشه یا هزار میلیارد باشه. خب دیگه این آقایان به قول کرمشون زیاده، کرمشون به قول در این حد زیاد از این واقعا تو این مدت. یعنی من امروز خدمت حضرت آیت الله مکارم شیرازی جلسه محضرشون بودیم، گفتم واقعا خب ما از اول که واقعا یه مقداری تونستیم تحقیق بکنیم، بررسی داشتیم هم نسبت به اسلام، نسبت به مسیحیت، نسبت به یهودیت. یعنی من واقعا در همون ورودم به حوزه و اینها این شک برای من بود، آقا ما در یک خانواده شیعه و مسلمان بزرگ شدیم، پدر مادرمون مسلمان بوده، ما میگفتیم اسلام حقه، از کجا مسیحی حق نباشه، یهودی حق نباشه. خیلی من تلاش کردم، خدا حفظ کنه این استاد عزیزمون در قید حیات هستن، خدا حفظ کنه اگر از دنیا رفتن، حضرت آیت الله شوشتری خیلی در این زمینه ما را کمک کرد، کتابهایی که مربوط به مسیحیت، مربوط به یهودیت بود. ما بررسی کردیم، با اسلام مقایسه کردیم، مثلا گفتیم برای شما مقایسه اسلام با یهود نصارا مثل مقایسه طلا با خشت و آجره. بعد من گفتم خب در میان اسلام مذاهب مختلفی داره، از کجا شیعه حق باشه؟ شاید من 3 سال 4 سال تمام کارهام این بود که ببینم که آقا مبانی اهل سنت چیه، شافعی چه هدیه آورده برای برادران شافعی که مثلا امیرالمؤمنین امام صادق برای شیعه ها نیاورده، آقای احمد ابن حنبل چه کرده و چه شاخصه ای دارد و چه امتیازی دارد که امام صادق برای شیعه اون کار رو انجام نداده. من الان در کتابخانه حدود 12,000 جلد کتاب از اهل سنته، با خیلی از بزرگان اهل سنت هم بحث داشتیم، نشستیم، خیلی برام تیز بود که واقعا اونا چه حرفی دارن، شاید اونا حق باشن. شما یک دفعه اومدیم دنیا، وقتی از دنیا میریم دیگه نمیتونیم برگردیم، یک دفعه دم مرد مثلا روشن بشه، مثلا فرض مذهب شافعی حقه، مذهب مالکی حقه، حنفی حقه، حنبلی حقه، خب دیگه ما نمیتونیم، ولی الان ما میتونیم تحقیق کنیم. من حدود 3 سال تمام کارم مقایسه مذهب شیعه با دیگر مذاهب بوده و من یقین پیدا کردم، همونطوری که روز روشن به وجود آفتاب ما یقین پیدا میکنیم، مذهب شیعه حقه با تحقیق. نه من دارم عرض میکنم این جوانهای شیعه یه مقداری از این حالت تقلیدی یا به صورت تحقیقی یا به صورت سوال پرسش مطالعه بیان بیرون. اونی که ارزش داره برای یک دین و مذهب این هست که این مذهب با پشتیبانی علمی و تحقیقی باشه. ما خوب یقین پیدا کردیم. خدمت حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفتم آقا ما در این 2 سال اخیر که بحث‌هایی داشتیم ما حرفمون رو می‌زدیم، اینها هم جواب می‌دادن. گفتم من اعتقاد و یقینم به مذهب شیعه 100 برابر بیشتر شد. یعنی هر لحظه این برنامه‌ها ادامه پیدا می‌کنه، همونطور که رسول اکرم عرضه می‌داد رب زدنی علما، خدای علم من را بالا ببر، یا برای در رابطه با حضرت ابراهیم که میگه خدایا این مرده را زنده کن، میگه اولا تو من ایمان کن لیطمئن قلبی. واقعا این بحث هایی که آقایان تو این شبکه ها نشان دادن ما دیدیم غیر از حرفه های بی اساس بی پایه جز خنده آور چیز دیگری نیست. هر روز برای آقایان یه مشکلی درست میشه، باز خدا را شاکرن که از این بدتر درست نشده، رسوا میشن، باز از رو نمیرن، دوباره برنامه های میگن یه کسی افتاده بود ته چا، زخم زیلی شده بود، همونجا افتاده بود به سجده، خدای الحمدلله این چا تهش سلاخ نبود.
حالا آقایان هر روز تو چاه میفتن، بگن خدای الحمدلله که این چاه تهشم سولاخ نبوده، یه بیش از این برای شما رسن ما بیفتیم از اون طرف در بیاییم بیرون. یعنی واقعا خدا شاهده. خب ما گفتیم برای مناظره، خب آقایان نیامدن، الانش هم ما لحظه شماری میکنیم، چه با بنده، چه با دوستان ما، چه با شاگردان دوستان ما، اینها بیان با هم بنشینن. بهترین راه، بهترین روش که واقعا روشن بشه که آیا کدام مکتبی پشتوانه علمی و سند به قرآن و سنت. خب من اینجا بیام داد بزنم آقا مذهب شیعه حق، هر کس بگه حق نیست، باطل، غلط کرده، فلان کرده، فلان کرده، و همینطوری فحش بدم که هنر نیست. این رو اراذل و اوباش هم برای کارهای خودشون تو کوچه خیابان از این شعارها میدن. یا اون آقایان بیا، بهترین راه اینه. خب مرادع ما بارها گفتن که آقا بزرگان اهل سنت، بزرگان وهابی، مفتی اعظم عربستان سعودی، رئیس دانشگاه الازهر، بیان با هم بنشینیم. الان الحمدلله عصر، عصر رسانه است. بله، عصر رسانه است. و این رسانه هم در خانه همه مردم رفته، حتی روستاهای ما هم برای شما عرض کنم این رسانه را دارن. بیان بنشینن با هم صحبت کنیم. بابا اینها نمیگن مگر ما حقیم. خب بیان حقانیتشون رو برای شیعه ها ثابت کنن که این شیعه ها دسته دسته برن وهابی بشن، دسته دسته برن سنی بشن، از این بهتر؟ خب چرا نمیان؟ علتش چیه؟ ما چقدر خواهش کردیم، تمنا کردیم، هر شرطی آقایان گذاشتن، ما گفتیم چشم، ولی هیچ وقتی زیر بار نرفتن. خب همین نشان میده بر اینکه حق چیه و حق کیه و برنامه چی هست. احتیاجی به توضیح بیشتری نیست. و ما هم بارها گفتیم آقا ما اصلا اهانتی به مقدسات اهل سنت، اهانت به شخصیت های مورد احترام، گناه نابخشودنی میدانیم. اگر از زبان بنده یا دوستان ما اگر مطلبی، حالا یا آگاهانه یا ناخودآگاه، ما رسما میگیم آقا ما پوزش میطلبیم، ما عذر میخواییم اگر مطلب تندی زده بشه، ما شهد الله هدفمون این نیست. حالا شده این آدم عصبانه میشه یک جمله بگه، همون لحظه انسان توجه به مضمون جمله نداشته باشه، ولی بعد میبینه شاید بوی مثلا اهانت میاد. نه والله تلا بالله، ما قصدمون این نیست، اصلا مکتب ما به ما اجازه نمیده، مراجع ما به ما اجازه نمیدن. همین تقریبا یک نیم ساعت قبل از اینکه بیام اینجا، حضرت آتلا مکارم تلفن کرده بودن در رابطه با قضایای، بازم ایشون توصیه میکردن به دوستان و همه، بگید آقا در اینجا با ادبیاتی صحبت بشد که شایسته فرهنگ اهل بیته. صحبت های شما، بیانات شما بیانگر ادبیات اهل بیت باشه و تلاش بشه از هر گونه عبارت های تند پرهیز بشه. و ما هم هدفمون اینه. ولی این آقایان هر روز یک بساطی در میارن، یک توهین هایی، یک اهانت هایی نسبت به مراجع شیعه. آقایان دیگه دیدن که تو کارهای علمی نمیتونن، چون میدونن ما وارد بحث سیاسی نمیشیم. الانشون 3-4 هفته است وارد سیاست شدن، فحش به شخصیت های جمهوری اسلامی، به مراجع. بابا آیت الله لازم سیستانی، بابا یه پشه از دستشون نرنجیده، مورچه زیر پای این مرد بزرگوار برایشون رقم نشده. یکی از شخصیت های برجسته خود عربستان سعودی برگشت گفت آقا شایسته هست که مفتی اعظم عربستان سعودی و رئیس دانشگاه الازهر برن دست آیت الله سیستانی رو ببوسن. اگر آیت الله سیستانی جلوی شیعه رو نگرفته بود، جویی از خون در عراق راه می افتاد. ما مگر شیعه ها عاجزن برن یک ماشینی پر از مواد منفجره جلوی مسجد اهل سنت منفجر کنن، یه 50-100 سنی رو بکنن؟ مگر عاجزن؟ نمیتونن. ولی آیت الله لازم سیستانی جلوی اینها رو گرفت. حالا یک آدم، حتی یک آدم نتراشیده و برای شما عرض کنم نخراشته، میاد شروع میکنه جسارت کردن، والا نمیدانم چیه. من الحق و الانصاف نمیدانم، ایشون آمده 200 میلیارد تومان از آمریکا رشوه گرفته. بابا این پولها برای شما ارزش داره، برای اربابان شما ارزش داره، برای مراجع ما ارزش نداره. بنده خودم در حدود 3-4 سال قبل که مشرف بودم به عتبات عالیات، رفتم منزل حضرت آیت الله العظمی سیستانی،
و اصلا زندگی ساده‌ای که من دیدم، موکت‌هایی که تو خونش پهنه، رئیس جمهور میاد رو همون موکت و اون فرش‌های کهنه میشینه، شخصیت‌ها میان اونجا میشینن و ایشون هم همون شاید عبا و قبای من حداقل شاید دو سه برابر قیمت عبا قبای تلالدمان سیستانی، اینقدر ساده و برای شما عرض کنم این چه اصلا دنبال این غذایا نیستن. مراجع ما در قم بیان زندگی اینها را ببینن. ما انشالله به دوستان برای شما عرض کنم تدوینمون توصیه میکنیم از مراجع بزرگوار شیعه مان که در قید حیات هستن، از زندگی اینها یک فیلم هایی تهیه کنن به نمایش بگذارن. این بزرگان ما مثل آیت الله مکارم شیرازی سال ماه در رود 7-8 میلیارد شهریه میدن ایشون، طلبه های قم، طلبه های مشهد، طلبه های دیگر استان ها به نجف و اشرف برای طلاب و علمای نجف ایشون شهریه میفرسته، برای پاکستان، افغانستان، هندوستان برایشون مرتب دارن شهریه. زندگی ایشون والله تعالی بنده خب با ایشون تقریبا شاید از سال 47-48 با این بزرگواران هم با جای مکارم با یار سبحانی آشنا هستم. زندگی این بزرگوار الان که به عنوان یک مرجعی است هر ماه 6-7 میلیارد تومان شهریه میدن، با 20 سال قبل که به عنوان یک استاد حوزه بودن هیچ تفاوتی نکرده. و دیگر مراجع ما به این شکلی هستن. آقا میگه نه آقا آیت الله سیستانی دستش رسیده به دلار آمریکا نجس شده. جناب آقای حیدری اگر واقعا دست نجس شما میخوای بشناسی، اولوالامر حضرت مستطاب عالی هست آقای ملک عبدالله که وقتی رفت عربستان سعودی برای شما عرض کنم دستش برای گیلاس شراب را گرفت و میزد به گیلاس شراب رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر برای شما عرض کنم اسرائیل قاسب. اونجا اگر واقعا میخوای دست نجس تو قرآن میگه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اونجا ببینید که دست این آقا نجس شد یا نشد. دیگه ما را وادار نکنید یه مقدار بیاییم رو خط قرمزهای شما. ما بنا نداریم رو این قضايا وارد بشیم، ولی شماها ما را وارد میکنید. این رو من چندی قبل عرض کردم به دستندرکاران دولت عربستان سعودی، جلوی این یاوه‌سرائی های این شبکه ها را بگیرن. ما شبکمون نه سیاسی هست نه وارد سیاسی میشیم، ولی اینها اگر سیاست شیعه و مکتب شیعه و شخصیت های شیعه را زیر سوال ببرن، ما خط قرمزی برای اینها نمیگذاریم بماند. ما فیلم های مستند اینجا از شخصیت های سیاسی و خوابی پخش میکنیم که اینها تا ابد از شرمندگی نتونن سر بلند کنن. البته عرض کردم این آقایان ماشاءالله به سنگ پای قزوین گفته زکی تو چاه هم میگفتن میگن الحمدلله این چاه تهش سولاخ نبوده. بله ولی اگر چنانچه وارد سیاسی شدند، ما در حوزه سیاست پاسخ میدیم، پاسخ کوبنده مستند هم میدیم. اینا اگر ور میدارن مثل اون روباهی گفتن شاهد چیه میگه برای شما عرض کنم دومم، خب این آقایان میگه آقا این قضایایی که نمیدونم چی بوده نمیدونم از به قول وزیر جنگ آمریکا شده برای اینا مستند، به قول واسطه و سند شده. یعنی خیلی جالبه، یعنی اینها الحق و الانصاف خودشون رو هر روز دارن رسواتر میکنن بر این که این بله قضایایی که مطرح میکنن. بله وزیر دفاع آمریکا همچه حرفی را زده، نمیدونم فلان سلفی همچه حرفی را زده، فلان نمیدونم به قول صهیونیست همچه حرفی زده. یعنی مشخص شد آبروی خودتون رو به دست خودتون دارید برای شما عرض کنم رسوا میکنید. و این قضایا این مال 7-8 سال بعد 9 سال مال 2002-2003 بود، تازه آقا مثلین که کشفیات جدیدی کرده میاد یک سری مطالبی را نمیدنم والا این قضایات چی هست. من خیلی ممنون، بله نمیخوام وارد شم، ولی به این آقایان میگیم ما اگر واقعا بخوان مقدسات شیعه رو به این شکل حجم قرار بدن، ما دیگه سیاسی کیسی بالاتر از سیاست هم وارد میشیم و مستند هم وارد میشیم. همونطور که تابال اینها را رسوا کردیم، از گذشته اینها را رسواتر میکنیم.
بله. خیلی ممنون آقا، متشکرم. خب بینندگان عزیز، اگر توجه کرده باشید و ابتدای بحث همراه ما بوده باشید، خب بحث شکوایی سپاه یمن بود که ما بحث قضاوت ها و سفرهایی که امیرالمومنین به یمن داشتن رو مطرح کردیم. سوال اولمون سفر اول حضرت امیر بود به یمن که در سال هشتم بود و اون قضایایی که حضرت بعد از اینکه اون بریده اومدن و شکایت کردن، خالد اومد شکایت کرد، حضرت اون حدیث زیبای ولایت رو مطرح کردن که این مال سال هشتم هست، اصلا ربطی به سال حجت الوداع نداره. انشالله بریم و یه میان برنامه کوتاه ببینیم. ما ادامه بحث رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مواسه بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مواسب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین، ای روح ایمان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. ای بر کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولایت و حسن حسین مهر تو میزان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. یخصوم به دین حبل المتین ای جان جانان، این یقین حق یقین ای روح و ریحان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. سلام و درود و خدا بر امیرالمؤمنین و فرزندان پاکش. خیلی ممنون هستیم که تا این لحظه همراه ما شدید و انشالله تا این تتمیه برنامه هم همراهی بفرمایید که بتونید استفاده انشالله برده باشید از برنامه ما. خب آجا، سفر اول رو از اتالی توضیح دادید که در سال هشتم این مطرح شده و قضیه شکایت هم در مسجد النبی بوده. حالا میخواستم سفر دوم که حضرت برای قضاوت رفتن یمن، بله. آیا اونجا شکایتی هم داشتیم از حضرت امیر یا نه؟ نه، آنچه که مطرحه آقایان میتونن مراجعه کنن کتاب مسند احمد بن حنبل جلد اول صفحه 544 که خود محققش هم جناب احمد محمد شاکر میگه سندش صحیح هست، یعنی میگه اسناده صحیح. اونجا میتونن مراجعه کنن که امیرالمومنین میگه من دارید میفرستید به یمن، من سن پایینی دارم،
شاید مثلا به مشکل بر بخوره، در قضاوت به مشکل بر بخورن. بعد میگه فوز ایده او علا صدری، پیغمبر دست مبارکشون رو بر روی سینه من گذاشت و فرمودن اللهم ثبت لسانه وحد قلبه، بله یا علی ازا جلک ازلس الیک الخصمان الى آخر، خدا یا زبان علی را ثابت بدار و قلبش را به هدایت راهنمایی کن. میگه خلاصه بعد از این حضرت من فمختلف علی قضا اون بعد او ما اشکل علی قضا اون بعد، بعد از او دیگه هیچ امر قضاوت بر من دشوار نبود. و در این مسائل شم که بین سال 8 و 10 بوده، ظاهرن رفته حضرت برای قضاوت برگشته و مرتبه سوم که برای جمع آوری زکوات رفته، هیچ شکایتی ما نتونستیم پیدا کنیم، حتی گلایه ایم از حضرت امیر نبوده. خدا بریم رو بحث سفر سوم که همون اصل مباحث مجاوات بیشتر مطرح بشه. شکایتی که اونجا مطرح شده که حالا گفته بعد منتهی شده به حجت الوداع، اینم توضیح بفرمایید. بله، در رابطه با سفر سوم حضرت امیر که رفته، عزیزان دارن دقت میکنن که عبارت هایی که ابن هشام دارد در سیرشون، طبری داره در تاریخشون، خلاصه همین عبارت های آقایان مطرح میکنن، چون آقایان بی سوادن، خبر ندارن قضیه این هلتون من البز را با قضیه کنیز قاطی میکنن، و حال که این قضیه جدا است، اون قضیه جداست، اون مال سال هشتم هجریه و شکایت هم در مدینه بوده تمام شد. این قضیه هم که طبری و دیگران دارن که امیرالمؤمنین رفته بود به، برای شما عرض کنم، یمن برای جمع آوری زکوات، پیغمبر نامه فرستاد که برای سریع بیایید به مکه. حضرت آمد و یکی از اصحابش رو نماینده خودش کرد. بعد خلاصه اینها آمدن، این حلتون من البز الذی کان مع علی رضی الله عنه، یک سری لباس های نوعی و گران قیمتی بوده، اینها رو سپاه پوشیدن و بعضی از شترهایی که مال بیت المال بود اینها رو هم سوار شدن. امیرالمؤمنین بعد از اینکه آمد به مکه که در ساه سته امد که با حضرت زهرا سلام الله علیها دیدار کردید، حضرت زهرا لباس رنگی پوشیده و سرمه کشیده، تعجب کرد. خب ما معمولا قبل از این سفر هر کسی می آمد مکه محرم بود میمان تا روز هشتم یا مترویه بره عرفات و منا و بعد بیاد از احرام بیاد بیرون. حضرت امیر سوال کرد که زهرا جان چطور شد؟ که بابام اینطوری دستور داده که ما از احرام بیاییم بیرون و تمام محرمات احرام هم بر ما حلاله. حضرت مثل دیگران که محرم شده بودن در تیرانه آمدن، برای شما عرض کنم، طواف کردن، سعی کردن، تکثیر کردن، آمدن بیرون. حضرت رسول اکرم فرمود که علی جان برو به سپاهی که داره میان سرکشی کن که تا کجا اومدن. حضرت آمد به استقبال این سپاه، دید که لباسهای بیت المال تنس اصحاب شترها سوار شده. پیغمبر حضرت امیر سلام الله علیه ناراحت شد و فرمود این لباسها را از تنتون بکنید و اینها بیت المال هست، باید پیغمبر تکلیف اینها را روشن کنه. این آقایان مراجعه کنن سیره ابن هشام جلد چهارم صفحه 1021، تاریخ طبری جلد دو صفحه 401 بر مبنای مکتبه اهل بیت. برای شما عرض کنم احمد ابن حنبل هم همین قضایا را برای شما عرض کنم مطرح میکنه. و بعد جالب اینجا هست که این آقایان آمدن از کاه کوه درست کردن، این مطالبی که مربوط به قضیه پوشیدن لباسهای نو بدون اذن پیغمبر و بدون اذن امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما از بیت المال استفاده کرده بودند و این باعث شد که یک سری رنجش پیدا کنند. در اینجا شکایت شده، ولی شکایت کجا بوده؟ شکایت در مکه بوده. عزیزان برای شما عرض کنم نگاه کنند، ببینید این دیگه منابع اهل سنته، گرچه نایان برای شما عرض کنم وهابی ها کارشناساشون نه سوادش دارن نه فرصتش دارن، چون کسی که روزی 6 ساعت 7 ساعت برنامه زنده داشته باشه اصلا فرصت نمی کنه بره این به قول
تحقیقات ها را ببینه. بله. خب شما ببینید عبارتی که تاریخ طبری و سیره ابن هشام دارد بعد از اون قضایایی که نقل میکنه، که وقتی سپاه رسیدن به مکه آمدن اشتکن ناس و علیان رضوان الله علیه، در مکه که رسیدن به مجرد اینکه سپاه رسید به مکه از علی شکایت کردن. فقام رسول الله فینا خطیبن، پیغمبر اکرم در مکه ایستاد خطبه خواند. بعد راوی میگه فسمعت و یقول ایها الناس لا تشکو علیان، کسی حق شکایت از علی ندارد. فوالله انه لاخشن فی ذات الله او فی سبیل الله من ان یشکا، علی ابن ابی طالب در مسائل دینی سخت گیر هست و فراتر از این است که کسی از او بخواد شکایت کنه. برای شما عرض کنم ابو سعید خدری هم میگه برای شما عرض کنم داخل خدمت پیغمبر اکرم بعضی اومدن در مدینه شکایت ها، در مکه نبود ابو سعید خدری، این حالا من بعدن مفصل این قضایا را نقل کنم، آمدن به خاطر این سختگیری هایی که از حضرت امیر دیده بودن پیش پیغمبر اکرم گلایه کردن و پیغمبر اینها را مذمت کرد که شما همچه حقی ندارید. خب ما از این آقایان سوال میکنیم. برای شما عرض کنم که وقتی آمدن شکایت کردن پیغمبر اکرم فرمود لا تشکو علیان، خب این آقایان میگن آمدن در قدیر هم دیدن هنوز از علی شکایت ها هست. خب طبق آیه 36 سوره احزاب و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره، کدام پیغمبر یک قضیه گفت کسی حق اعتراض ندارد؟ پیغمبر در مکه آمد فرمود آقا کسی حق شکایت از علی ندارد. اینا به چه مدوزی آمدن در قدیر خم به فرض اینکه باشد از علی دوباره شکایت کردن؟ اشکال به صحابه است، اشکال به صحابه است که تابع پیغمبر نبودن اینا و مخالفت با آیه 36 سوره احزاب کردن حضرات. خب اینا کاملا واضح و روشن هست که به این شکلی هست. بله. بعد مسئله دیگری که اینجا مطرحه که دوستان اگر محبت کنن باز مانیتور من رو نشان بدن، ببینید عزیزان بیننده قشنگ دقت کنید، کرس ما میدانیم این آقایان شبکه های اشکارشناس ها گوش بدهکاری ندارن، حالا چیکار کنیم دیگه، حالا ما هم گرفتاریم همونطوری که برای شما عرض کنم هابیل گرفتار قابیل بوده، موسی گرفتار فرعون بوده، ابراهیم گرفتار، هر کسی خلاصه در یک عصری گرفتار، ما هم گرفتار این آقایان هستیم و خدا را هم شاکر هستیم. واقعا آدم دردش اینجاست که طرف بفهمه حرف آدم رو، خب انسان زجر نمیکشه، اذیت نمیشه. علامه هلی وقتی منهاج السنه ابن تیمیه رو دید گفت اگر میدانستم حرف من میفهمه جوابش میدادم. ما واقعا در طول این 7-8 ماه اخیر یعنی برامون ثابت شد همون حرفی که ابن ذهبی می نویسد و ابن تیمیه و پیروانش معرفی میکنه، یعنی واقعا ذهبی خوب شناخته اینها رو، خیلی عالی شناخته، آدم شناسش خوب بوده یعنی وهابی شناسش خوب بوده. خب شما ببینید این روایت رو آقایان نگاه بکنن، همون عبارتی است که عرض کردم یا ایها الناس لا تشكو علیا فوالله انه لاخشن فی ثم مضى رسول الله علی حجه. بعد از اینکه صحابه شکایت کردند پیغمبرم خطبه خواند و فرمود مردم کسی حق شکایت از علی ندارد چون علی تمام کارهاش به حقه، ثم مضى رسول الله علی حجه، پیغمبر شروع کرد به طرف حج یعنی به طرف عرفات حرکت کردن. فأرى الناس مناسکهم، به مردم مناسک حج را نشان داد و اعلمهم سنن حجهم، سنت های حج رو به مردم آموزش داد. خب آقا بفرماد آیا اینها رو چرا نشان نمیدید یک دفعه؟ این مردمی که بیننده شما هستن چه گناهی دارن؟ فردای قیامت همین بیننده های شما یقه شما را بگیرن که چرا خیانت کردید؟ آیا این کتمان حق هست یا نه؟ آیا این برنامه خیانت در اسم خوبی هم گذاشتن؟ خیانت در گزارش تاریخ واقعا عمل میکنن بیه. یعنی به حق دارن عمل میکنن، نمایش میدن خیانت در گزارش تاریخ. خب اینها رو چرا برای مردم نمیگید؟ چرا نمیگید بابا این شکایت مال
مکه بوده، بعد از شکایتم پیغمبر اینطوری فرموده و مردم هم پا شدن رفتن حج، پیغمبر مراسم حج را به مردم برای شما عرض کنم نشان داده. خب این قضایا است که جنابای محسنی برای که 4 تا 5 تا خطبه هم بعد از این بوده، چرا اونجا بحثی از حضرت امین نداره؟ بله آقایان برای شما عرض کنم در عرفه حضرت خطبه خوانده، در منا خطبه خوانده، کنار مسجد خیف خوانده، برای شما عرض کنم یعنی 3 تا 4 تا خطبه برایشان در مکه بعد از این قضایا از پیغمبر ثبت شده در صحاح آقایان صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد. اگر واقعا این شکایت ها بوده چرا اونجا مطرح نکرده؟ همه بودن اونجا. بله همه بودن در اونجا. و جالب این هست که عزیزان دقت بکنن که اگر چنانچه این شکایت لو کانت شکوا موجبتا لحدیث القدیر فلا بد من الاشاره لها اما من قبل رسول الله کما اشاره فی خطبتی به مکه. اگر واقعا این شکایت مردم باعث حدیث قدیر شده خب پیغمبر باید اشاره بکنه، همونطور که در مکه مردم شکایت کردن قام فینا خطیبا و قال لا تشکو علیا فانه اخشن فی ذات الله. چرا در خطبه قدیر یک روایت ما گفتم ضعیف بیارن، یک روایت مرسل، پیغمبر در قدیر و خم یک اشاره مایی به قضیه شکایت زوای من داشته؟ ما بودجه های میلیاردی نداریم جایزه بدیم. عرض کردم ما به قول شهریه که به ما الان در حوزه علمیه میدن با همه دبدبه کبکبه که ما داریم ماهی 600 هزار تومان نمیشه، الا یک عید قدیر یا ماه رمضان بیاد برایشون مثلا 50 تومان 100 تومان بیشتر بشه. بنده در طول این مدت حتی کل شهریه به 800 هزار تومان نرسید، رسما دارم این حساب های ما مشخصه، دفاتر آقایان مراجع مشخصه، چیزی هم نیست که ما بخواهیم، نه تنها بنده همه آقایان. حالا حضرت عالی سطح چند شهریه میگیرید؟ بله برای شما ما دیگه سطح 4 رو با حق استادی هم که ترمن یک سال نیم آقایان میدن، چون گفتیم ما هر کس یک روایت بیاره نصف حقوقون رو میدیم بهشون و میدیم مثل آقان هم چکی بدون امضا نمیدیم که میگن آقا ریا نشه. ما رسما بیارن یک روایت پیغمبر در قدیر و خم اونجا شروع کرد ایها الناس الست اولا بکن من انفسکم که لا تشکو علیان فانه اخشن فی ذات الله. آی مردم از علی شما نباید کدورت در قلبتون باشه، علی آدم خوبیه، یک اشاره ای کرده باشد یا نه پیغمبر اکرم هم اشاره نکرد. این هم پیشکش آقایان بیان بگن بعد از اینکه پیغمبر آمد گفت آی مردم علی آدم خوبیه، از علی شکایت نکنید، صحابه یک نفر بلند شه بگه یا رسول الله چشم ما دیگه از علی دیگه شکایت نمی کنیم، دیگه محبت علی تو دلمون قرار میدیم، ما دیگه از علی رنجشی نخواهیم داشت. یک روایت برای ما بیان بگن که اشاره کرده باشه یکی از صحابه به این که ما دیگه از علی شکایت نمی کنیم. همونطوری که در رابطه با عمر بن شاس و غیره هست که میگه وقتی لما قدمت و از هر تو شکایت او فی المسجد، میگه من وقتی آمدم مسجد که شون عمر بن شاس و ابو سعید خدری بعد از قضیه قدیر خم آمدن مدینه اونجا شروع کردن از امیر المؤمنین شکایت کردن و داستان مفصل هست. خب میگه آقا از علی شکایت کردیم پیش پیغمبر، پیغمبرم اینطوری فرمود و ما هم پا شدیم عذرخواهی کردیم و گفتیم دیگه از علی ابن ابی طالب بعد از این شکایت نخواهیم کرد. خب مشابه این رو بیارن به ما بگن که آقا در قدیر خم هم همچه اتفاقی برای شما عرض کنم افتاده باشد. ببینید دوستان برای شما عرض کنم مانیتور من رو بدن، ببینید این عبارت البته از خود بنده است که در همون جواب غفاری هم داریم، میگه اگر شکایت موجب حدیث قدیر بود واجب بود از صحابه بعد از خطبه پیغمبر رضایتشون رو از علی اعلام کنن و ندامتشون از شکایت اظهار کنن، همونطور که در شکایت بریده و سعد ابو سعید خدری آمده اعوذ بالله ان اوذیک یا رسول الله،
بعد از اینکه از علی من شکایت کردم در مسجد، این قضیه بالا سال 8 هجری دیگه، پیغمبر فرمود که از علی شکایت نکن، علی حق بالاتر از یک کنیز داره، علیون ولیکم بعدی. عمر بن شاس گفت اعوذ بالله ان اوذی که یا رسول الله، اگر واقعا این شکایت ها، نگرانی ها، کدورت ها باعث خطبه قدیر شده بود، از این 110,000 نفر یک نفر بلند میشد یا رسول الله چشم سمعا و طاعتن، ما دیگه از علی بعد از این کدورتی در قلبمون نمیگذاریم باشد. عکس قضیه است. بخن 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 لکه یا علی اصبحت مولای و ملک اصبحت ولی کل مؤمن. ما گفتیم در کتاب البدایت و النهایه جلد 7 صفحه 350 بارها ما گفتیم دیگه، بینندگان ما دیگه بعد ما این آدرس ها را دادیم، حفظ هستن دوستان ما. بله یا نه، در رابطه با ابو سعید خدری وقتی میاد از علی شکایت میکنه، پیغمبر میگه که مه از این حرفا نزن، بس کن ابو سعید خدری پسر شهید، چرا داری از علی شکایت میکنی؟ علی ولی مؤمنین بعد از من. بعد ابو سعید گفت والله لا اذكره بسوء ابدا سرا ولا علانیتا، دیگه من از علی نه در پنهان نه در آشکار دیگه بدگویی نمی کنم. دلائل النبوه بیهقی که ابن تیمیه میگه از کتاب هاییست که متقن و صحیحه، جلد 5 صفحه 398. آیا در قدیر و خون دارد یک نفر پاشه بعد از خطبه قدیر بگی یا رسول الله والله لا اذكره بسوء، یا نه والله قد خرج، برای شما عرض کنم که کدورت علی، به قول بغض علی، عداوت علی از قلب ما دیگه بیرون رفت، یک نفر بیاد این مطالب رو مطرح کنه. ولی ما برای شما عرض کنم به هیچ وجه اینها را نداریم، یک روایت ضعیف هم نداره. نکته مهمتر از این، آقا چرا پیغمبر در مکه نگفت؟ چرا در منا نگفت؟ چرا در عرفات نگفت؟ خب پیغمبر اکرم تابع وحیه، اتبع ما اوحی الیک، خود پیغمبرم داره که این اتبع الا ما اوحی الی، من تابع وحیم. خب آقا بفرمایید، آقای ابن ابی حاتم با سند صحیح از عطیه اوفی از ابی سعید خدری نقل میکنه، میگه نزلت هذه الآیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی ابن ابی طالب، روز 18 ذی‌الحجه این را وارد شد. ما انشاءالله در بحث ولایت علی در قرآن را مفصل مطرح میکنیم که بعد از آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پیغمبر اکرم دست علی را گرفت به مردم معرفی کرد. این همه آقایان دارن. خب بفرمایید، این دیگه آلوسی آورده. آقا مراجعه کنید، آلوسی بعد از این روایت نقد کرده، مناقشه کرده، اعتراض کرده، میگه ابن وردوی از عبدالله ابن مسعود آورده کنا نقرا علی عهد رسول الله، ما در زمان پیغمبر این آیه را، آیه 67 سوره مائده را اینطوری میخواندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین، پیغمبر به مردم ابلاغ کن علی ولی مؤمنین هست، و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر علی را معرفی نکنی، ولایت علی را معرفی نکنی، رسالت رو انجام ندادی. روح المعانی جلد 6 صفحه 193. یک نگاه کنید ببینید هست نیست، شاید ما دروغ میگیم، و اگر راست میگیم خب روز 18 ذی‌الحجه این آیه نازل شده، اگر روز 17 ذی‌الحجه میامد هم روز 17 ذی‌الحجه علی رو معرفی میکرد، 16 ذی‌الحجه بود معرفی میکرد، یا 10 ذی‌الحجه، 9 ذی‌الحجه، پیغمبر تابع وحیه. یه فضولی ها دیگه نرسیده به کسی چرا نمیدونم در اونجا نبوده در اینجا نبوده. و اضافه پیغمبر اکرم بارها گفته بر این که فتنه ها همه مال مدینه است، تمام شهرهای اسلامی نگاه میکنن به صحابه در مدینه، محل اجتماع انصار و مهاجرین مدینه است، کسی برای سخنان صحابه در مکه در یمن یا جاهای دیگر تره خورد نمیکردن، ولذا پیغمبر اکرم این قضایا را برای کسانی که مال مدینه هستن داره معرفی میکنه، و این مسائل هم در مدینه بناس اتفاق میفته، مرکز حکومت مرکز حکومت اونجاست. آقا چرا در اونجا نگفت؟ نمیدونم
یمنی ها رفته بودن، مکی ها مونده بودن، حتی بعضی ها میگن شامی ها رفته بودن. آبا با شام که در زمان خلافت ابوبکر فتح شد، اون زمان اصلا مسلمانی در شام نبود تا که اینها آمده باشن برای مراسم حج و قبل از قدیر راهشون جدا شده. آبا راه شام از خود مدینه جدا میشه میره، نه از وسط راه. خب این قضایا کاملا روشن و واضحه. و جالب این هست که آقایان، برای شما عرض کنم این مسائل رو که ملاحظه می کنن، در همین قضایا عزیزان دقت کنن، آقای قاضی عبدالجبار معتزلی در کتابی که نوشته علیه شیعه در المغنی فی الامامه جلد 20 قسمت اولش صفحه 154 میگه آقا اگر بنا باشد حدیث قدیر صحیح باشد، که صحیح نه تنها صحیح متواتر هم هست، اگر صحیح باشد دلالت بر ولایت علی، ولایت دینی علی دارد و این دلالت کردن منافاتی با شکوائیه جیش یمن ندارد، ولو اینکه، یعنی میگه اگر حدیث قدیر باعثش شکایت سپاه یمن بوده، آمدن از علی شکایت کردن، پیغمبر اکرم فرمود آی مردم الست اولا بکن من انفسکن، قالو بلا. و جالب هم اینه پیغمبر نگم الست رسولکم الست نبیکم، بگه الست اولا بکن من انفسکم، ولایت من بر شما از شما قوی تر نیست؟ خب چرا اینه برای مردم توضیح نمیدونه برای چه پیغمبر گفته؟ این همه مقاماتی که پیغمبر داشته میاد روی ولایت تامش پیغمبر اکرم دست میگذاره. آیا ولایت من بر شما بالاتر از ولایت خود شما بر شما؟ قالو بلا. بعد میگه من کنت مولا فعلیون مولا. و انشاءالله در رابطه با بحث دلالت حدیث قدیر عبارتهای مختلفی داره، من کنت ولیه و فعلیون ولیه. خب این را چرا برای مردم نمیگید؟ اینا گفتنی نیست. من کنت اولا بهی من نفسه فعلیون ولیو. به هر تعبیر بگید، به هر تعبیری شما بگید، در حدیث قدیر پیغمبر اکرم در این یکی دو ساعتی که اونجا برای مردم صحبت کرده بیان کرده با سندهای صحیح. ما انشاءالله در بحث دلالت حدیث قدیر بر امامت حضرت امیر سلام الله علیه این انشاءالله مفصل در یک جلسه در خدمت بینندگان عزیز خواهیم بود. خیلی ممنون آقا، فرصتمون تموم شد، ما بحث جمع کنیم و یه میان برنامه کوتاه ببینیم و انشاءالله برگردیم صدای گرم شما عزیزان بشنویم. تو این بحثی که حاج آقا فرمودن، آخرین سفر امیرالمومنین به یمن بود که قضیه شکوایی سپاه یمن بود که از حضرت امیرالمومنین شکایت کردن و حضرت خطبه خوان. حاج آقا خیلی جالب برای اینجا که میگه فقام فینا خطیبن، ولی تو این قام فینا خطیبن که میگه حضرت خطبه خوندن بین ما، فقط یه جمله، یک سطر بیشتر نیست، بقیه خطبه کجا رفته ما نمیدونیم. همین واقعا. و تو اینجا حضرت از حضرت شکایت کردن، حضرت هم فرموده که این شکایت از امیرالمومنین نکنید. و مباحث دیگه 4 تا 5 تا خطبه دیگه در کتب اهل سنت هست که بعد از این خطبه در مکه توسط حضرت رسول صلی الله علیه و سلم گفته شده و بحثی از این اصلا شکایت نبوده و بحثی مطرح نشده. اتفاقاً مباحث خیلی اخلاقی و اجتماعی رو حضرت فرمودن اصلا مطرح نشده. مزامنه که حاج آقا هم نشون دادن اون حدیث رو که 18 ذوالحجه اون آیه نازل شد و بلغ ما انزل الیک هست که این رسالت است. اگه واقعاً این امر رسالت همون شکایت امیرالمومنین هست که شما خیلی بالاتر از ما دیگه قضیه شدن رو قبول دارید. متاسفانه بعضی از دوستان چشاشون رو بستن و نمیخوان ببینن. ما این مسائل رو مطرح کردیم و ما علیک الا البلاغ هست. قضاوت هم به عهده شما عزیزان هست. خودتون مطالعه کنید آیا واقعا این شکوایی که حالا بعد از 700 سال توسط ابن کثیر امثال اون مثلا مطرح شده آیا واقعا به جا هست یا به جا نیست. انشالله که شما قضاوت خودتون خواهید کرد. ممنونیم. یه میام برنامه کوتاه ببینیم و برگردیم انشالله صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم. وسيم النار والجنة وسيم المصطفى حقا إمام الإنس والجنة يا علي ابن أبي طالب يا ابن الأولين يا حجاب الله أنبت القبيب الأزلي.
آیا وهابیت را می‌شناسید؟ آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟ آیا تا کنون در رابطه با عقاید وهابیت از آنان سوالی پرسیده اید؟ به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟ شبکه‌های وهابی به چه پرسش‌هایی باید پاسخ دهند؟ وهابیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ خیلی ممنون هستیم از شما بینندگان عزیز، مجدداً ایام نوروز سال 91 رو خدمت همه بینندگان عزیزمون تبریک عرض می‌کنم. ان شاءالله سال خوبی در پیش روی شما باشه. خب جناب آقای آقا مسعود از قم همشهری عزیزمون سلام و عرض ادب داریم. جناب آقا مسعود، بنده هم خدمت شما جناب آقای محسنی و از آقای قزوینی عرض سلام و شاد باش عید نوروز بدم. سلامت باشید. سلام علیکم و رحمت الله. ان شاء الله که سال خوبی داشته باشید. ما هم همه مردم ایران و همه ایام علی بن ابی طالب علیه السلام. لا اله الا الله.
خیلی خوشحالم جناب محسنی، ما که همسایه ایم ولی هم دیگر رو نمیدیم. بله که با هم دیگه همسایه هستم. بله من اجازه میخوام که دو سه مطلب خیلی کوتاه اشاره بکنم. یکی این که جناب محسنی عزیزم اگر جسارت نباشه پیشنهاد عرض میکنم که برنامه های تولیدی مثل همین برنامه خوبیتی که اخیراً یه قسمتی از صحبت های جناب ابوالقاسمی رو پخش فرمودید، این برنامه ها رو به صورت فرمی فرمودید 10 دقیقه 15 دقیقه آیا صلاح نمیدونن مسئولین این شبکه که اینجور برنامه ها رو ادامه بدن و عرض کنم که در این حد به نظرم مفید باشه، حالا تا نظر شما و حاج آقا چی باشه. برنامه 10 دقیقه کجا داشتن ابوالقاسمی رو میگه اینا تولیدی باشن پخش بشه خیلی خوبه. بله عرض میکنم یک نکته هم اگه اجازه بفرمایید از شبکه شما خطاب به جناب هاشمی عرض میکنم راجع به این گزارشی که از قدیر از محل مبارک قدیر خم داشتن. واقعا آقای هاشمی گفت خودگویی و خودخندی، عجب مرد هنرمندی، اینجور برای خود سود کشیدن و مشابهات کردن و ما پیروز شدیم و ما فلان کردیم. تصور نمی‌فرمایید که خردمندان رو واقعا متنفرتر میکنه از این شیوه. خب چی ثابت کردید؟ یه قدیری هست، قدیر یعنی برکه آب و در اونجا توقف داشتن حضرت رسول و این مکتب رو اعلام فرمودن. خب چه چیزی آخه در این گزارش مستقیم اثبات شد؟ جنگل خرمی بود مثلا فرمودید که آبشار نیاگارا بود، چی بود آخه؟ اینجور برای خود نوشابه باز کردن و هورا کشیدن و دستن واقعا نفرت آوره. یه نکته دیگر هم عرض کنم و رفع زحمت بکنم. بله. از آقای غزینی تصور نمی فرمایید این همه پرداختن به وهابیت نوعی ارزش بیش از حد دادن به این فرقه باشه. ما از کنم که از جوانب دیگری هم مورد هجوم می بینیم که شیعه قرار داره، افرادی که نظریاتی دارند در باب قرآن، در باب تشیع، در باب کل اسلام و معاند هستند، دشمنی میکنند، به شدت هم فعال هستند. تصور نفرمید که یک برنامه های در پاسخگویی به اینها شبکه شما اگر بگذارد بد نیست. بنده عرضی ندارم و اگر فرمایش ندارم. خیلی متشکرم آقا مسعود، ممنونیم. خواهش میکنم. ما متشکرم از جناب آقای مسعود، همسایه جناب آقای محسنی عزیز ما. بله، اما من نسبت به فرمایشات اخیرتون، ما خوب در این شبکه فقط بحث وهابیت رو ما می‌پردازیم، شبهات قرآنی رو برادر عزیزمون جناب دکتر رضایی اصفهانی می‌پردازه، شبهات اعتقادی را، توحید و غیره و حتی مسیحیت و اینها را جناب آقای محمدی می‌پردازه و همچنین در رابطه با از شبهات مربوط به تربیت اینها را خواهرامون از اساتید می‌پردازن. اینطوری نیست، ولی در رابطه با بحث و وهابیت و شاخص شده و بله، چون الان اونی که دشمن شاخص هست و دارن با انتحار و وحشیگری که واقعا کارهای وهابی ها الحق و الانصاف دست به قول سپاه هتلر را که از وحشی ترین لشکرهای تاریخه واقعا از پشت بستن، اینها من تا به حال تو تاریخ ندیدم که اینها به این شکل دست به انتحار بزنن، دست پا قطع کنن، بله دست پا قطع کنن، مصده کنن، سر ببرن، بچه 10-12 ساله را ببرن برای آموزش، برای شما عرض کنم سر بریدن شیعه ها. حالا این که فرمودید این قضایا را دارن نوشابه باز میکنن غیره، خب دیگه چیکار کنیم؟ اینم حق بدید به آقایان، میگن یک کسی ادعا میکرد من سوارکار از سوار ماهری هستم و خیلی یک اسبی آوردن و خلاصه ایشون رفت عقب یه جفتک زد که بره بالای اسب سوار بشه، خلاصه محکم به زمین افتاد، خلاصه سر صورتش زخم زیلی شده. اینها به دوستش برگشت گفت که خب آقا از این وضعی که من داشتم آیا خوشت آمد؟ خوب خیزش برداشتم؟ خوب خلاصه نمایش دادم؟ آیا از به قول پرشم بیشتر خوشت آمد یا از دورخیزم؟
گفت والا از هیچ کدام از اعتماد به نفس باشم آمد. این ها دیگه این همه شکست میخورن، این همه مبتضع میشن، بابا این اعتماد به نفس میخوای نداشته باشن. خوبه، دست شما درد نکنه آقا مسعود عزیز، انشاءالله موفق و معید باشد. خیلی متشکر. خب جناب آقای زبیدی از اهواز، از برادران اهل سنت، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. الو، خسته نباشید. علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و اهدی سلامی علی خاتم النبیین محمد صلی الله علیه و سلم ابن عبد الله و علی اصحابه و سلم تسلیما کثیرا. و عرض سلام و خسته نباشید آقای غزبینی برای شما. خواهش باشید. خوبی سلامتی انشاءالله. آقای قزمی تازه یه حدیثی روی مانیتور خودتون و روی شاشه ظاهر کردید، گفتید که همین آیه هست که یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، که این علی مولای همه مؤمنین میباشد. بله، خواستیم بدونیم این که وقتی گفت یا رسول بلغ بما انزل من ربک ان علی، که گفتین همچین داشتین میخوندین زمان رسول خدا اسم علی ولی المؤمنین در قرآن بود. بله، منظورتون این هست که خلفای راشدین که ابوبکر عمر و عثمان رضی الله عنه این علی ولی المؤمنین حذف کردن؟ نه، این قرآن نبوده، شأن نزول بوده دیگه. حالا شما باید جواب بدید به ما. چه ما جواب میدیم؟ اگر این آیه ما حذفش کردیم که قرآن محرفه، خب اگر میخوای شما میگی قرآن محرف شده، محرف شده، محرف نیست که خدا میگه، خودش خدا میگه ما نحن نزلنا الذکر و نحن له لحافظون. اصلا هیچ کسی جرأت به زبان باز کردن میگه قرآن محرف شده اصلا جایز نیست، و اون هم جهنمی ما حسابش میکنیم، کافر حسابش میکنیم کسی که میگه قرآن محرفه. یکی اگر میخواید بگید این برای علی امیر المؤمنین نازل شده، ای رسول بلغ بما انزل عليك من ربك، این با آیه که میگه بسم الله الرحمن الرحیم اليوم اكملت لكم دينكم وانتمت عليكم نعمتي، این با 3 سال اختلاف داره. 3 سال با این آیه اختلاف داشت. 3 سال این هیچ نسبتی به هیچ نسبتی برای علی امیر المؤمنین نداشت این آیه. آقای زبیدی 3 سال؟ بله. از کجا میگید این رو؟ چی از 3 سال؟ نه، این که میگید این آیه سوره مائده، سوره آیه 3 سوره مائده مال چیز هست، مال آیه اکمال هست، علی و اکمال تلکم دین یکم، با اون بلغ منظر الگ، اینا 3 سال اختلاف داشتن؟ بله 3 سال اختلاف داشتن. کجا سندش؟ سندش هم تو هم کتابهای خودمون هستن، کتابهای خودمون هستن که 3 سال اختلاف داره. چه مثلا آقای غزوینی میگه، این میگه آقای غزوینی میگه علی ها رسول بدق منظر علیه این علی ولی المومنینه، این علی ولی المومنین کجا؟ آقای زبیدی، آقای زبیدی، ما قرآن محرک شده. جناب آقای زبیدی، بله الان شما مانیتورتون رو کاملا میبینید که الان، بله الان شما بزرگوار دوستان مانیتور من رو بدن، این کتاب مال روح المعانی مال آقای آلوسیه، مفسر قرآن شما، جلد 6 صفحه 193. بفرمایید در رابطه با میگه آقا و اخرج الجلال از سیوطی فی الدر المنثور عن ابی حاتم و ابن مردبه و ابن عساکر راویین عن ابی سعید الخدری نزلت هذه الآیه علی رسول الله یوم قدیر خم، یعنی بلغ ما انزل الیک من ربک، حضرت علی هم عرب هستید که متوجه میشید. بله بله. در علی و اخرج ابن مردبه عن ابن مسعود قال كنا نقرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ان عليا ولي المؤمنين وان لم تفعل فما بلغت رسالته. خب بفرمایید آیا این عبارتی را که آقای آلوسی میاره آیا داره روایت ضعیفه، روایت جعلی، روایت موضوع چیه؟ یک عبارتی داره ایشون یا نداره؟ این دیگه آقا جان من ببینید، من نقل قول کردم از آقای آلوسی. عزیز من بفرمایید جانم، بفرمایید خواهد بگید
بگید قرآن محرف شده که علی ولی المؤمنین نیاوردن داخل قرآن، قرآن در این عصر این زمان میگه میخواد بگید قرآن محرفه. به ما چه؟ محرف آقای آلوسی باید جواب بده. آقای بزرگوار باید جواب بدید، میخواد بگید قرآن محرف شده. ما باید جواب بدیم یا اینا که این آیه رو آوردن باید جواب بدن؟ نه شما به این که میگید این سند ضعیفیه. آقا از کجا شما میگید سندش ضعیفه؟ ضعیفه، قرآن رو باز میکنیم علی ولی المؤمنین نیست. آقا عزیز دل من وقتی ما میگیم حدیثی که طبق قرآن نباشه ضعیفه. والا شما بس یک دین جدیدی بیارید شما جناب آقای زبیدی بزرگوار، بگید آقا هر روایتی که ما نظر دادیم ضعیفه اون ضعیفه دیگه، حالا ضعیف باشد یا ضعیف نباشد. عزیز من ضعیف بودن روایت یک ملاکی دارد، برای شما هم یک قانونی دارد، یک قاعده‌ای دارد عزیز من. و آقای آلوسی، آقای سیوطی و آقای برای شما عرض کنم چیز محمد رشید رضا و غیره همه این عبارت رو آوردن در تفسیرشون، یک نفرم نیامده بگه آقا این روایات سندن ضعیفه. خیلی ممنون جناب آقای زبیدی. خدمت آقای مهدی از رفسنجان سلام و از ادب داریم، اگر صدای بنده رو میشنوید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. خدمت مجید محترم آقای کلا عزف آقای کلا قزینی از عدو احترام دارم. سلامت باشید. انشاءالله سالتون مبارک باشه. ما خدمت همه دوستان رفسنجانیمون سلام و عرض ادب و سفر مبارک انشاءالله باشه بر همه شد. آقا ما میخواستیم برای این مولا نستدی یه سوالی مطرح بکنیم و یه جایزی هم تعیین کردیم. خب بگم میدیم، ما یه وانتی بیشتر نداریم، همین وانتمون به عنوان جایزه میدیم. دست شما درد نکنه. وانت چند میارزه آقای مهدی؟ میارزه 4-5 تومانی میارزه. خب بازم خوبه. خوبه. در مقابل اون جایزه قبلی که ندادم فکر کنم بیشتر میارزه. بله. میخوام سوالمو اینجوری مطرح کنم در رابطه با آیه مبارکه. البته که شما وانت سلو رو دادید قطعا اون جایزه، حالا من نمیدونم چند میلیون تومانی بود، گفتن اگر کسی از فتوای آقای آیت الله رضا سیستانی رو بیاره که گفته باشه قولوا انفسنا اهل سنه از منابع، ما نمیدونم چقدر. 5 میلیون. آره 5 میلیون. اگه شما جایزه دادید این 5 میلیون آقای هیدر ما به شما میدیم، شما بدون وانت نمانید، یقین داشته باشید. ما عادت داریم آقا معمولا قابلنه هم میدیم. دست شما درد نکنه. از سیبر خدمتون در رابطه با آیه مبارکه سوره آل عمران آیه 61 در رابطه با آیه مباهله. بله. ما از اونجایی که میگیم پیامبر هم قولش هم فعلش هم تقریرش یکیست، ما میگیم اهل بیت هم حجت هستن. بله. و پیغمبر در رفتار هم تابع خداست. یعنی چه قوان الهوا. لذا چرا پیغمبر به جای نسائش حضرت زهرا رو میبره، به جای انفسش حضرت علی رو میبره و به جای ابنائش حسنین رو میبره؟ اینو به ما جواب بدن. این پیغمبر تو منم بگیرن، چرا پیغمبر اینجا مرجو رو بر راجع ترتیب داده؟ بله. و پیغمبر هم از اونجایی که از لاینت بحلن هوا از روی هوا حوث هم حرف نمیزنه. این انشاءالله این سوال مقدمه ای باشه برای قدیر، اینو برای ما بیان ثابت کنن و صحبت کنن و برای ما روشن کنن. بله. انشاءالله جایزه شنا بگیر. دست شما درد نکنید. البته من در ضمن که الان ایشون صحبت میکردن بحث همین فرمایش حضرت آدلان سیستانی شد، آیه یزدانی که آورد جایزه خبری نشد، شاید ترسیدن که اگر بیشون جایزه بدن کسر شن باشه. اگر دوستان مانیتور من رو محبت کنن نشان بدن، ما برای مرتبه دوم، بازم مرتبه سوم چهارم هم میاریم. بفرماد این سایت رسمی حضرت آیت الله رضی الله سیستانی از sistani.org، این هم برای شما اصلا کاملا مشخصی که چی هست. و عزیزانم اینجا را اگر نگاه بکنن، من اینجا مفصل آوردم دیگه، خیلی دقیقه، من از همینجا برداشتم برای شما کلیک کردم، همین رو آورد برای ما، برای شما عرض کنم. موقع مکتب مرجع دینی الاعلا سماحت آیت الله العظمى از حاسد علی الحسینی از سیستانی، برای شما در همینجا برای شما عرض کنم، ایشون به صراحت مطرح میکنه بر این که و اضافه ان خطابنا هو الدعوه الى الوحده. آیت الله رضوان سیستانی اضافه کرده
ما دعوتمان به وحدت و کنت ولا ازال و اقول، می گفتم همیشه هم خواهم گفت، لا تقولوا اخواننا السنه، نگید برادران سنی ما، بل قولوا انفسنا اهل السنه، بگید عزیزان اهل سنت. و بعد میگه انا یا انی استمع الى خطب ائمه الجمعه من اهل السنه اكثر مما استمع لخطب الجمعه من اهل الشیعه، من خطبه نماز جماعت اهل سنت را بیش از خطبه های شیعه نگاه می کنم. و نحن لا نفرق بین عربی و کردی، ما نه عربی می شناسیم نه کرد، فرقی نمی کنه، ولی اسلام هو الذی یجمعنا معا، افتخار ما همه مسلمان هستیم. این هم برای شما عرض کنم عبارت آیت الله العظمی سیستانی، که البته شون 7-8 جای سایتشون عبارت آمده ها، تنها اینجا نیست، قبلا من نشان داده بودم. حالا اگر این آقا برای شما عرض کنم اگر چک بی امضا نمیخواد ریا نشه، هیچ مسئله ای نیست، میدم برای شما عرض کنم یکی از این افرادی که اونجا هستن به حساب همین جناب آقای آقا مهدی رفسنجان هم بریزن، ما قبول میکنیم. خیلی ممنون، بله. متشکرم. جناب آقای یوسف از دردان اهل سنتمون هستن، اگه صدا بنده داری از بندر عباس. علیکم السلام و رحمت الله. خدمت کارشناس برنامه سینما عرض سلام دارم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام باشه. بعد من دو تا در مورد دو تا موضوع می‌خواستم آقای قزوینی صحبت کنم، اگه بفرمایید منو بدن. اگه من قانع بشم من قول میدم همین امشب تو برنامه‌تون مذهبم عوض کنم، من مشکل ندارم. ما نمیخوام مذهب عوض کنید، ما دنبال مذهب عوض کردن نیستیم. شما آقای فرزین شما میگید ما دینتون بر حقه، منم میخوام دنبال حقم باشه، در خدمت شما هستیم. این چیزیه که من دنبالشم، شما جای حق و حقیقت رو تبلیغ میکنید، منم بفرمایید حقم، بفرمایید. منم میخوام اگه شما منو قانع کردید من همین امشب کار میدم که جلو بیننده ها این چیز کنم، اون چیزی که شما میگید قبول کنم. بفرمایید بگم بهتون بپرسم. بفرمایید عزیزم. بله آقای قزوینی، شما الان یه چیزی گفتین درباره شأن نزول این که بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین، درسته؟ بله. بنده نگفتم آقای چیز به من نبندید، عرض بله. کردم آقا بله. یا آلوسی آقای سیوتی گفته، آلوسی گفته، بله اینا گفتن عزیزم. بله بله شما اینو قبول دارین، درسته؟ من نگفتم من قبول دارم، گفتم نه قبول دارم، گفتم رد میکنم، گفتم آقا این آقایان همچه گفتند. بله بفرمایید شما سوالتون رو بفرمایید، من در خدمت شما هستم. اینو قبول دارین یا نه؟ کدام رو؟ این که علی ولی المؤمنین نه قبول دارین؟ بله شکی نداریم ما. خب بس من بحث من همینه. بله. شما میگین که این ولایت از جانب خداوند به علی محول شده. بله بله بله. خب باشه. بعد الان شما یه حدیثی هم نرسانه دوباره گفتین که ان علیان لأخشن فی سبیل الله، لأخشن فی سبیل الله، بله بله. این هم گفتین شما، یعنی علی علیه السلام در رابطه با دین خدا خشن و سخت گیره، این رو قبول داریم دیگه؟ بله. خب الان من سوالم اینه، خب چیزی که از نوجب خدا از جانب خدا به علی داده شده، یعنی چیزیه که خداوند به پیامبر وحی کرده و شما دارین میگین که حالا باید به علی داده بشه، چرا علی، شما که میگین ابوبکر و عمر و عثمان خلافت رو قطع کردن، علی چرا در این موردی که خدا بهش اجازه داده که ولی مسلمین بشه سکوت اختیار کرده؟ من اینو میخوام بدونم دلیلش چیه، مگه این چیزی نیست که از جانب خداوند بهش داده شده، پس چرا ساکت شده؟ اینم در مورد دین خدا، درسته؟ خب الان من یه مسئله شما یادداشت کنید، من نمیخوام قطع کنم، میخوام الان جوابمو بگیرم. بله. بعد یه چیز دیگه، بعد شما قبول دارین که در مورد حضرت عایشه شما قبول دارین ایشون جهنمی هستن، شما ظاهرا میگین، درسته؟ ما هم طرفی نزدیم، شما میگه فاسقن، درسته؟ شما میگه فاسقن ایشون، خلاف نظر امیرالمومنین، خلاف نظر پیغمبر عمل کردن، خلاف نظر پیغمبر عمل کردن، کسی هم که با پیغمبر مخالفت بکنه مسلما جهنمیه. شما دیگه نه اینطوری نیست، هر روز من شما 10 بار غیبت میکنیم، خلاف نظر پیغمبر عمل میکنیم. من الان از برادران عربستان میشنوم که آقا به حضرت عایشه لعن میفرستن. خب من ببینید شما ببینید برنامه خود ما رو مطرح کنید عزیز دل من، اون چیزی که از زبان مراجع گفته میشه، از اینکه از برنامه‌ای که واقعا که قابل اعتماد هست. من الان بهتون میگم شما حضرت عایشه رو قبول دارین یا نه به عنوان همسر پیامبر؟ بله بله همسر پیامبر. میشه که آیه قرآن چه شخصیتی میبینید؟ من میخوام بدونم. بله در نظر شما، از نظر مراجع شما، من الان شبکه‌تون فایده آشنا شدم، میخوام بدونم
حضرت عایشه از نظر شخصی شما چه مرتبه‌ای داره؟ از نظر ما ایشون مخالف آیه قرآن و قرن فی بیوتکن نه عمل کرده و مخالف در برابر امام زمانش ولی امر زمانش حضرت امیر قیام کرده و باعث شده 30,000 نفر در جنگ جمل کشته شدن. این عقیده همه شیعه هست، ولی ما نه لعنش میکنیم نه فوش میدیم نه نسبت فحشا بهش میدیم. همسر پیغمبرم میدانیم. خب من آقای قزوینی، من نگفتم شما نسبت فحشا میدید، شما اینو از کجا داریم میایین الان؟ چه؟ خب اینو الان تمام شبکه‌های شما هر روز میگن آقا شیعه ها دارن نمیدونم نسبت فحشا میدن اله میکنن، هر روز تو شبکه‌هاشون مطرح میکنن. من اصلا کاری به این ندارم، من الان من از شما پرت میکنم، من اصلا کاری به این ندارم که آقا فحشا میدن. هر کسی به نظر من شخصیت خودشو میرسونه، اون کسی که با طرف مقابلش داره برخورد میکنه. من فقط اینو میخوام بدونم، شما قبول دارین که حضرت علی شبی که میخواستم پیام رو به کاتب برسونم جای ایشون خوابیده؟ بله بله. خب پس این چیزیه که از جانب خدا به پیامبر وحی شده که آها تو این شب میخوان شما رو قد نقشه قد شما رو دارن و حضرت علی میاد جای ایشون میخوابه، درسته؟ بله. از جانب خداوند به ایشون وحی شده. آیا خداوند علام الغیوب هستن یا نه؟ بله. اگر خداوند میدونستن، خداوند که بر همه قلب ها چیره هستن، خداوند نعوذ بالله نعوذ بالله وقتی میدونستن که قرار حضرت عایشه با صحبت پیامبر با روش پیامبر مخالفت کنه و بعد بیا فتنه گر بشه به قول شما و جنگ صفین راه بندازه، خب پس چرا پیامبرش از این ماجرا اطلاع نکرد؟ چرا نگفت که حضرت عایشه مناسب شما نیست؟ در صورتی که ما در قرآن داریم از طیبات للطیبین و الخبیثین للخبیثات، خب یعنی الان نعوذ بالله اگه ما بگیم اینجور چیزی یعنی چی؟ یعنی حضرت عایشه که در شأن پیامبر نبوده یا نعوذ بالله قرآن دروغ میگه یا دیگه ببخشید من خیلی عذر میخوام، این چیزی که شما دارین میگین قابل قبول نیست. کدوم شما باید قبول کنم؟ همین جواب میشه من جواب بدم به شما؟ بله خواهش میکنم بفرمایید. بله بله. قرآن در رابطه با حضرت نوح و حضرت لوط، بله، این آیه را که برای شما عرض کنم قطعا بارها شنیده اید که برای شما عرض کنم، قرآن میگه فخانتا هما. خب درسته؟ اجازه من این رو بیارم خانم. درسته درسته. خب درسته؟ درسته. آیا این حضرت نوح و حضرت لوط پیغمبر خدا بودن یا نبودن؟ بله درسته، حرفتون کاملا درسته. خب چرا خدای عالم حضرت نوح را علم غیب داشت؟ این داره برای اینکه ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبده من عبادنا صالحین فخانتا هما. خدا میدانست که اینا خیانت میکنن یا نمیکنن. آیا نستدیر بالله این الخبیثات للخبیثین الطیبات للطیبین، آیا نستدیر بالله حضرت نوح با اون جلالتش نستدیر طیب نبوده؟ نه من نمیگم طیب. نه اینو جواب بدید بعد بریم. حرف شما درست، الان شما میگید فخانتا هما، خب این دو نفر به همتراشون خیانت، پس چرا خداوند نیومده در رابطه با حضرت عایشه بگه که ایشون به شما خیانت کرده؟ چرا لفظ خیانت رو به کار نبرده؟ شما از قرآن دارین تفسیر یه چیز دیگه میدین به مردم، به من جوونی که دارم چیز میکنم یه تفسیر دیگه میدین، یه جای دیگه من نگاه میکنم یه تفسیر دیگه است، من کدومشو باید قبول کنم؟ خب اگر آقای یوسف، اگر شما مراجعه کنید به صحیح بخاری و مسلمتون، بله، از قول خود عمر ابن الخطاب، بله، سوال میکنه ابن عباس ضرب الله مثلا، خدا مثل زده للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط، بله، مراد خدا چیه در اینجا؟ ایشون میگه مراد عایشه و حفصه هستن. اینه شما چی میفرمایید؟ خب مراد حضرت عایشه و حفصه. خب بیا من چیزی ندارم، شما ببینید آیا این در کتاب‌های خود شما آمده یا نیامده عزیزم؟ الان من بگین خب. آدرسشو به من لطف می‌کنین بدین؟ چشم، آدرسشم خدمت حضرت عالی میدم. بله ممنون میشم. چشم، آدرسشم برای شما عرض کنم خدمت حضرت عالی، من عرض می‌کنم که بله الان بله الان دوستان بله مزرفان که بله. اینجا این چیزی که آقای یوسف میگن و میگن که چرا پیغمبر مثلا تذکرشو به
جناب عایشه ندادن، با اینکه تو قضیه سگان و هوعب که اونجا وقتی رسیدن خب یادش اومد اون حدیثی که پیغمبر گفته بود، چرا اونجا اومدن شاهد دروغین درست کردن و ایشون رو گفتن که اصلا اینجا هوعب نیست و این سگان که دارن پاس میکنن. پس قبلش پیغمبر این تذکرات رو داده و حادثه دیگه. شما ببینید برادر من، مراجعه بفرمایید کتاب تفسیر امام قرطبی، از کتاب‌های معتبر تفسیر. جان شما میگه من میخوام در صحیح بخاری ببینم. حالا این شما الان این آدرسی که اینا شما مراجعه بفرمایید عزیز دل من، تفسیر قرطبی یادداشت کن جلد 18. تفسیر قرطبی خب جلد 18 بله صفحه 202 بله. قوله ضرب الله مثلا للذین کفروا مثلا ضربه الله یحذر به عایشه و حفصه فی المخالفه حین تظاهرتا علی رسول الله. اجازه بدید من حرفم تمام بشه، در خدمت شما هستم. بله درست شد. این یک آدرس. آدرس دیگر ابن قیم جوزیه شاگرد شخیص ابن تیمیه، ایشون برای شما عرض کنم کتابی دارد به نام اعلام الموقعین عن رب العالمین، جلد اول صفحه 889 همین روایت رو میاره. آقای شوکانی که همه میگن از کتابهاش کتابهای زیبا و صحیح، در کتاب فتح القدیر الجامع بین فن روایت و درایه من علم تفسیر جلد پنجم صفحه 256 همین رو میاره. آقای فیروزآبادی مفسر ادیب لغتشناس مشهور اهل سنت از قول ابن عباس همین عبارت رو برای شما عرض کنم در تنویر المقباس جلد اول صفحه 478 نقل میکنه و ده ها کتاب دیگر. حتی خود آقای فخر رازی در کتاب المحصول فی علم الاصول جلد چهارم صفحه 492 این رو آوردن. عزیز من این قضایا کاملا واضح و روشن هست که حالا من اون قسمت چیز الان یه مدار حافظم یاری نکرد، اون آدرس صحیح بخاری رو هم من خدمت حضرت عالی کاملا برای شما عرض کنم نشان میدم که این قضایا کاملا واضحه که مراد از این آیه شریفه‌ای که برای شما عرض کنم آقایان چیز میارن در رابطه با مسئله چیز اسمش ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط تطبیق کردن با عایشه و حفصه عزیز دل من. حالا این چند تا ابتباط کتابایی که ما آوردیم حضرت عالی مراجعه بفرمایید ببینید این آدرس ها درست هست یا دروغ هست. نه این شما که گفتیم باشه، ما به قول علمای ما کتاب بخاری و مسلم رو از همه بیشتر قبول داریم. شما لطف کنید اون به آدرس بخاری رو به من بدین، من ممنون میشم. شما اگه تمام یعنی زندگیتون بسته شده به صحیح بخاری و مسلم، من اینطور فرشم من نمیتونم به هر کتابی که جلومون بندازن بخوام ببینمش. من میخوام شما الان آدرس به من دادین که در بخاری صحیح بخاری اومده، میخوام این حرفتون رو به من ثابت بکنین. بله. این الان بخاری تو کدوم جاشه؟ من میخوام برم اینو تحقیق کنم. چش این من مطمئن باشین من دنبال حقیقتم. بعد اینو من میذارم کنار، منتظر شما میمونم که شما این آدرس صحیح بخاری رو به من بدین. من ممنونتون میشم. بله صحیح بخاری جلد ششم صفحه 69 حدیث 4913. بله. در رابطه با آیه تظاهرتا علی النبی من ازواجهی که از آیات خیلی به قول تند قرآنی هست. بله. بعد لطف میکنید در مورد اون حضرت علی رو منم پاسخ بدید. کدام؟ در رابطه چرا ولایت چرا سکوت کردن؟ چرا سکوت کردن؟ این بحث مفصلی داره البته. نه اجازه بدید من فقط آقای یک روایت من برای شما میگید علی سکوت کرده. ببین عزیز من میگه علی سکوت کرده دیگه. بله ولی من از صحیح مسلم الان یادداشت کن عزیز من جلد پنجم. آقای قزوینی من معذرت میخوام، جواب من این نیست که شما بیان بگیم برین صحیح مسلم. من میخوام شما بگین الان من نمیدونم بگید چرا سکوت کرده. شما میگین که علی عزیز من میگم سکوت نکرده. من میگم سکوت نکرد. شما که سکوت کرد اجازه بید آخه از من خلافت رو به زور گرفتن از علی. علی نداد به اونها. علی اونجا مقاومت کنه مگه نمیتونه بله. در راه خدا بجنگه؟ شما که میگه خشن بوده در راه خدا چرا نجنگه؟ اخشن فید بله اونجایی که از پیغمبر که بالاتر نیست.
پیغمبر چرا 13 سال در مکه در برابر کفار سکوت کرد؟ سکوت نکرد، پیامبر تبلیغ میکرد. چرا تبلیغ میکرد؟ آیا قیام کرد؟ پیغمبر قیام کرد؟ اجازه بدید، پیغمبر قیام کرد در برابر پسر پدر عمار رو کشتن، مادر عمار سمیه را کشتن، بلال رو شکنجه میکردن، پیغمبر سکوت میکرد، حرفش هم میزد، امیر المؤمنین هم حرفش میزد، در صحیح مسلم به صراحت از این واضح تر علی حرف بزنه. خود عمر برمیگرده به علی میگه لما توفی رسول الله، پیغمبر که از دنیا رفت، ابوبکر گفت من ولی و جانشین پیغمبرم، فرأیتماه و آثمن کاذبن غادرن خائنا، شما ابوبکر را هم گناهکار هم خائن هم هیلگر میدانستید. بله. منم خلیفه شدم، منم میگوید هیلگر هستم، خائن هستم و چنین. امیرالمؤمنین سکوت نکرد برادر عزیزم، اینی که شما میفرمایید علی سکوت کرد، نه، امیرالمؤمنین به هیچ وجه سکوت نکرد، بلکه کاملا حق رو مطرح کرد و بعد از آن که به خلافتم رسید برگشت گفت که این هذا الدین کان اسیرا فی عید الاشرار، این دین قبل از من دست اشرار اسیر بوده. خطبه پنجان احسن، من علای قزوینی، من الان یه مسئله میخوام با شما مطرح کنم. بله. الان اجازه میدید به من ممنون میشم. بله. شما الان تصمیم میگید که حضرت علی با ذلت با ایشون بیعت کردن، قبول دارید؟ نه، بیعت نکرده، علی بیعت نکرده، هر کس میگه بیعت کرده اشتباه کرده. شیخ مفید، شیخ مفید میگه والذی علیه محقق و شیعه و ان علی لم یبای ساعتا قط، علی ابن ابی طالب نه با ابوبکر بیعت کرده، نه با عمر، نه با عثمان بیعت کرده. پس در ذلت همینطوری زندگی کرده؟ بیعت و ذلت نیست عزیز من، در عزت. اگر زندگی پیغمبر در مکه ذلت بوده، علی هم ذلت بوده. آقای قزوینی، امام حسین با عزت بیعت با یزید بیعت نکرد، با عزت شهید شد. پس چرا حضرت علی سکوت کرده؟ عزیز من، شما در این 20 دقیقه از وقت ما را گرفتی، آسمان را به ریسمان میبافی تو، یعنی اصلا سر ته حرفت عزیز من مشخص نشد چیه. شما میگه علی سکوت داشته، من میگم علی ابن ابی طالب در همون زمان میگه با شما برای شما از کنن چنین چنان هستید، میگه این اسیرن فی عید الاشرار، خطبه برای شما عرض کنم 53 نهج البلاغه، یا میگه بعد از پیغمبر علی سنت من آل فرعون، خطبه 150 اولی نامه 53، دومی خطبه برای شما عرض کنم 150 نهج البلاغه، و به این که برای شما عرض کنم حضرت امیر از اینها به عنوان قصب برای شما عرض کنم مطرح کرده، کاملا حتی روز اول عمر میفرسته گنفوز را پیش علی ابن ابی طالب بیا بیعت کن، میگه شما قصد کردید حق من رو، داره دروغ میگید شما. امیر المؤمنین از روز اول از خودش دفاع کرده، اینها را قاصد دانسته و حتی تصمیم بر جنگ مسلحانه داشته، ولی نیرو نیامد. تمام تلاشش علی ابن ابی طالب بر جنگ مسلحانه بود، ولی وقتی میبیند نیرو نیست، در خطبه شقشقه به صراحت میگه، میگه من ماندم که آیا با دست تنها در برابر حکومت قاصد بیستم یا نه صبر کنم و این برای شما کنم صبرت و فی العین قضا و فی الحلقه شجاع ارا تراسی نحو. برادر عزیزم، شما یک دفعه بله آقا شما 50 تا مسائل رو سر و تهش و غیرش مطرح میکنید شما، و به هیچ وجه من الوجود هم ما متوجه نشدیم چی. خیلی ممنونم، متشکرم از آقای یوسف. امیرالمؤمنین قضیه یزید خب در زمان معاویه امام حسین بود، چرا قیام نکرد؟ امام حسین امام به حق تشخیص میدهد، یک دفعه قیامش نتیجه بخشه، قیام میکنه ولی با کشته خودش، یک جا تشخیص میدهد 10 سال امام حسین زمان معاویه هست و معاویه را امام حسین جز اشرار میدانه، فاسد میدانه، ظالم میدانه، خیانتکار میدانه، در جای جای سخنان امام حسین مطرح جنایات معاویه را برملا میکنه، ولی میبیند قیام کردن در برابر معاویه به صلاح اسلام نیست. وقتی که این میره یزید میاد میبینه الان زمینه برای قیام فراهم هست، قیام میکنه.
امام حسن میبینه صلاح نیست، قیام نمیکنه. اینا حجت خدا هستن، معصوم هستن، آنچه که تشخیص میدهن عمل میکنن. تشخیص دادن صلاح انجام. امام حسین اگر جای امام حسن بود قطعا صلح میکرد، امام حسن هم جای امام حسین بود در سال 60 هجری قطعا قیام میکرد، چون موقعیت باید سنجیده بشه. آقا امام امیرالمومنین بیعت کرده، دروغه 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 دروغه. شما بیارید یک روایت سه، خود بخاری صراحت داره بر این که علی بن ابی طالب تا 6 ماه بیعت نکرد. اگر اینا خلیفه به حق بودن چرا تو 6 ماه بیعت نکرد؟ اونم آوردن برای شما عرض کنم. بله علی بن ابی طالب فمسح ابو بکر یده علی ید ابی ید علی و فمسح ابو بکر یده علی ید علی و هی مذمومه. ابو بکر آمد دستش روی دست بسته علی کشید. شما در کجای دنیا بیان میگید بیعت؟ وقتی میارن علی بن ابی طالب میگن بایه، میگه این لم ابایه فمه، اگر بیعت نکنم چه میشه؟ عمر بر میگرده میگه اذن نقت الذی فیه عیناک، گردنت را ما میزنیم. امیر المؤمنین میگه اذن تقتلون عبدالله و اخا رسوله، یک بنده خدا و برادر پیغمبر رو میکشید. عمر بر میگرده میگه اما عبدالله نم، اما اخا رسول فلا. این تصویر بیعت است که در کتابهای خود شما آمده. شما مراجعه کن الامام و سماسه ابن قتیبه دینوری همون اوائلش صفحه 31 بین چقدر اینها رو توضیح دادن و عبارتهای متعددی از برای شما ارز کنم امیر المؤمنین سلام الله علیه بر این که این حکومت یعنی حکومت کسبی است و حضرت زهرا سلام الله علیها میاد خطبه میخواند. اینها را چی؟ به قول ابوذر میاد خطبه میخواند، سلمان خطبه میخواند و دیگران میان اعتراض میکنند. شما این قضایا را همه را گذاشته بله علی چرا اومد بیعت کرد؟ بله خیلی برنامه جامعه متشکرم. من به امثال آقای یوسف توصیه میکنم اگر میان رو خط و میخوان مباحث رو مطرح کنند از قبل سوالات و اگر واقعا سوالات استفهام حقیقی هستن، واقعا میخوان حقیقت درشون روشن بشه، خب این دستبندی کنن سوالات رو، یک زاویه رو بگیرن و مثل گنجش نخوان بپرن از این شاخه به شاخه دیگه که مباحث جسد و گریخته بشه. مباحث رو به صورت تنظیم شده و هدفدار در ذهنشون طراحی بکنن و بعد بیان روی خط و سوال بکنن که یک بخشی از ابهامات، یعنی زاویه‌ای از ابهاماتی که براشون مطرح است رو سوال بکنن که این زوایای ابهام نقاط کور و ابهام براشون روشن بشه. نه اینکه حالا بخوان، اگر نه واقعا هدف دیگه هست اومدن اینجا خلاصه شلوغ کنن یا مثلا برصد آسمان رو به قول آجاب ریسمان ببندن و اینا که حالا واقعا کار صحیح نیست. خیلی ممنون هستیم، فرصت زیادی گرفته شد توسط جناب آقای یوسف که حالا معمولا این جور مباحث رو ما در قضاوت با شما مطرح می‌کنیم. ما معمولا 2 دقیقه بیشتر نباید فرصت بدیم، ولی حالا چون آقای یوسف از اولش اونجوری وارد شدن حالا بهتر بود که سوالاتشون دستمندی بهتر میشد. خب خیلی ممنون آقای یوسف، فرصتی نمون که ما صدای گرم عزیزان دیگر رو بشنویم. دیگه تمام الان دیگه پایان یک دقیقه هم گذشته. اگه فرمایشی ندارید دعا بفرمایید که انشالله برماسمون جمع شد. من فقط یک نکته ای را که این آقایان به صراحت به خطبه ششم نهج البلاغه استناد میکنن، بحث شورا و غیره و مهاجرین و انصار، بله اینها واقعا جهل و نفهمی خودشون رو دارن به نمایش میگذارن. اونجا امیرالمومنین با معاویه داره از باب الزام خصم داره، مثل همون قضیه حضرت ابراهیم که با آفتاب فرستا و با ستاره پرستا که صحبت میکرد، همین روش رو داره. خود آقایان هم دارن و آقایان هم وقتی میان میخوانن آخر خطبه را که میگه هر کس در برابر خلافت من بخواد کار شکنی کنه، اینها همه اهل آتش جهنم هستن. حتی همین آقای به قول دوستان ما نعسل رفته بود تو صحرای قدیر، تونتون این خطبه ششم رو میخوان، ولی میامدون آخر خطبه برای شما عرض کنم که اینها را مخالفین علی را علی بن ابی طالب مخالفون اهل آتش جهنم میدان، اینو فاکتور میگرفتن. و اضافه امیر المؤمنین سلام الله علیه در خطبه سوم به صراحت میگه لهم خصائص و حق الولایه و فیهم الوسیلت و الوراثه، اینا مال سخن علی بن ابی طالب دیگه. حق امامت، حق خلافت برای شما عرض کنم مربوط به اهل بیت پیغمبر هست. در خود الامامه و سیاست جلد صفحه 18 میگه و تأخذونه منا اهل البیت غصبا، همون روز دوم یا سوم
بعد از رحلت پیغمبره که وقتی میخوان از علی بیاد بیعت کنه میگه شما این خلافت رو از ما اهل بیت غصب کردید. میگه آقا علی چرا سکوت کردید؟ در شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد 4 صفحه 104 اونجا مفصل میگه قصبولی حقی، اینها حق منو غصب کردن. یا وقتی قنفذ میان پیش علی که میگه برای شما اون خلیفه پیغمبر میگه بیعت کن، میگه لسری اون ما کذب تو ملا رسول، چه زود به پیغمبر داره دروغ میبندید شما. همونطور که دادم صفحه 30 برای شما عرض کنم الامامه و سیاست، این هزاران قضایا مطرحه، از همه اینا بالاتر همون حدیث صحیح مسلم هست 44-68 جلد 5 صفحه 152. شما ببینید امیرالمومنین به صراحت میگه من ابوبکر و عمر رو گناهکار، دروغگو، خیاخائن، حیله‌گر میدانستم. این دیگه عبارت بعدی که امیرالمومنین عمر از قول چیز نقل میکنه به هیچ وجهی چیه؟ نه علی ابن ابی طالب تکذیب میکنه، نه صحابه که اونجا نشسته بودن، اینها هیچ کدامشون تکذیب نمیکنن. برادر عزیزم امیرالمؤمنین به هیچ وجه از حق خودش کوتاه نیامد، حتی تصمیم قطعی بر جنگ مسلحانه هم داشت، هیچ شبهه‌ای هم نداشت، ولی هرچه از مردم کمک خواست، خود حضرت زهرا را سوار بر اولاغ کرد در خانه مهاجرین انصار که بیان جمع بشن در را برابر حاکم حکومت قاسب قیام کنن، ولی کسی جواب نداد. گفتن زودتر اومدن. بله اونا زودتر اومدن. دیگه چیکار کنن امیرالمومنین؟ 13 سال اگر پیغمبر اکرم در مکه نستدیر بلا با ذلت زندگی کرده، خب امیرالمومنین هم الگویش پیغمبر اکرم ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. و اگر نه شما میگید پیغمبر اکرم در اونجا نه به قول به وظیفه‌اش عمل کرد، چون نیرو نداشت در برابر قریش قیام نکرد. خب همون روش رو امیرالمومنین هم داشتن، چون نیرو نداشت در برابر اینا قیام نکردن، این همون روشی را که اونها داشتن. خود حضرت لوط برای شما مثلا در قرآن میگه اگر نیرو داشتم در برابر شما قیام میکردم. امیرالمومنین میگه پیامبران الگوی من هستن، چون نیرو ندارم و لذا چه کار کنم؟ مجبورم صبر کنم. چون علی ابن ابی طالب بخواد در برابر اینا قیام بکنه هم علی را میکشن و هم یک برچسب نفاق و تروریست هم بر علی ابن ابی طالب میزنن، هم خونش پای مال میشه هم به اون هدفش هم نمیرسه. خیلی من ناجا متشکرم. آنجا دعا بفرمایید دیگه فرمان وقتون هست. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما امام زمان نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما، زمینه هدایت امثال این عزیزمون آقای یوسف هایی که غیرهی که پرده های تعصب روی چشمشون رو گرفته، خدایا با آبروی زهرا این پرده های حجاب پرده های تعصب رو از کنار چشمان اینها برطرف کن، حقایق را با آن گونه ای که هست این عزیزانمون نشان بده و حجت را برای اینها تمام کن که ما دلمون میسوزه که یک دفعه چشمشون رو باز کنن ببینن یک عمری بیراهه رفتند و تمام عمرشون هوا ان منصورا بوده. خدایا با آبروی محمد آل محمد بر بیمارانمان شفای عاجل کرم فرما، خیر دنیا و آخرت به ما عنایت کن، شر دنیا و آخرت را از ما برطرف نما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنون است آقا، از خسته نباشید و خدا قوت داریم خدمت شما استاد عزیز، از همه بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودن و همه برادران اهل سنت و دیگرانی که حالا مخالف مکتب ما هستن. امیدواریم که این برنامه مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. هدف ما این نیست که بخوایم کسی رو جذب خودمون بکنیم، هدف ما این نیست که بخوایم یارگیری کنیم، هدف اینه که حقایق روشن بشه. شما مخیر هستید بین انتخاب این مباحثی که گفته میشه. انشالله برید کتاب‌ها رو مطالعه کنید و حجت رو بر خودتون تمام کنید. ممنونیم که برسر این برنامه رو انتخاب کردید و همراه ما بودید تا پایان برنامه. از همه همکاران عزیزم که تا این لحظه کمک کردن و این برنامه رو تدارک دیدن بسیار سپاسگزار هستم و انشاءالله در این سال جدیدی که در آستانه این سال هستیم، سال 91، سال پیروزی اسلام باشه و سال ظهور مولایمون حضرت حجت باشه، انشاءالله با
دوباره شاد باش و تبریک عرض میکنم و امیدوارم که خداوند شما رو موفق بگرداند. ممنونیم، انشاءالله تا دیدار دیگر. خداوند یار و نگهدار شما عزیزان و التماس دعا. علی ای شهر بلایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا بهنه دارم، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی. علی ای ولی بر